عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، خیلی خوش آمدید. امروز در خدمت شما هستیم با جلسه هماندیشی کمیته پژوهش در تاریخ 25 ژوئن 2022 با موضوع حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران امکان عملی دارد. در خدمت آقای گلزار عزیز هستیم، تحلیلگر و فعال حقوق بشر که معرف حضور همه دوستان هست. امروز در این جلسه دوستانی که ما رو یاری میکنن در قسمت منشی جلسه خانم سمونه بیرجندی، مسئول صدا و تدوین آقای مصطفی منیری و خانم بیرجندی، همچنین ادمین جلسه آقای حسن حمزه‌زاده، خانم ایرانلخت کیا و آقای فرشاد تقی‌زاده عزیز ما رو یاری میکنن. این جلسه به صورت هم‌اندیشیه و از دوستان خواهش میکنم که نظرات خودشون رو در خصوص موضوع جلسه حتما بیان کنن و مشارکت داشته باشن. خب خوشحال میشیم که دوستان اظهار نظر کنن، اما لطفا تایم اظهار نظر رو هم در نظر داشته باشن. مرسی. خب همینطور که خود دوستان هم در جریان هستن و همه میدونیم، در جمهوری اسلامی ایران پکیجی از نقض حقوق بشر رو داریم میبینیم و به خصوص در ماه گذشته که آمار صدا کاملا قطع شده. جناب گلزار، معفی میکنم آقای پرویزی اینترنتشون مشکل داشت، خارج شدن. بله دوباره برگشتن. آقای پرویزی مایکتون بسته است. من عذرخواهی میکنم، ببخشید، نمیدونم چرا یه دفعه از اتاق افتادم بیرون. عذرخواهی میکنم. خب همینطور که میدونید یه پکیج از نقض حقوق بشر در طول این سالهای اخیر و حتی این هم در دوران جمهوری اسلامی ایران و هم قبلش ما در ایران شاهد بودیم و یا شنیدیم و خوندیم، به خصوص در ماه گذشته که دیگه من فکر میکنم یک رکورد ایران، جمهوری اسلامی ایران زد در اعدام، که خب آمار زیادی اعدام داشتیم، بازداشت، اعدام، شکنجه، سرکوب اعتراضات و و موارد مختلفی که در ایران شاهد بودیم. اما میخوایم بپردازیم به اینکه حقوق شهروندی آیا در جمهوری اسلامی ایران عملی هست یا نه. خب دعوت میکنم از آقای جهانگیر گلزار عزیز در خدمتشون باشیم، صحبتهایشون رو بشنویم و بعد در این باره ما با دوستان دیگه هم نظر بشیم. آقای گلزار، مایک در اختیار شماست. سلام دارم خدمت شما عزیزان و خوشحال هستم که مجدداً در جمع شما هستم. موضوع ما اینه که آیا قوانین شهروندی یا حقوق شهروندی در ایران قابل اجرا هست یا نه؟ یک سوال اساسی است که هر شخصی باید از خودش بپرسه و بدونه که چه حقوقی داره به نام حقوق شهروندی و آیا عملی میشه یا نه. و قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به اینکه آیا این حقوق عملی میشه یا نه، توضیح کوتاهی باید بدم که انسان از یک مجموعه حقوق ذاتی برخورداره. یه عده میگن نه، این حقوق طبیعی است که اینها رو جمع‌آوری کردن، انسان‌ها میتوانن برخوردار بشن. به تناسبش اونهایی که در فشار و فقر بیشتری هستن از کمتر برخوردار بشن، اونهایی که امکانات بیشتری دارن بیشتر. نه، این هر انسانی در زمان تولد از یه مجموع حقوق برخوردار بشه.
چون این انسان در اجتماع زندگی میکنه یک مجموعه حقوق برخوردار میشه به نام حقوق شهروندی، یعنی نقش پیدا میکنه انسان در تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی نقش پیدا میکنه، نقش فعال پیدا میکنه. اگه این نقش فعال رو ازش بگیرن حتما یک استبدادی بر او حاکم شده است یا میشود، یعنی در حقیقت اگر بگیرن شده، یعنی نگذارن که از این حقوقش برخوردار بشه. حالا اگر اون انسان به حقوق شهروندی خودش عمل نکرد یا انسان‌ها عمل نکنن، خب دست رو باز میذارن که هر مستبدی مطلقه عمل بکنه. حالا در وضعیت کشور ما وقتی خوب دقت بکنیم میبینیم که یه همچین وضعیتی رو ما داریم. چرا این وضعیت رو میگم داریم؟ برای اینکه هر انسانی حق حاکمیت داره، حق رهبری دارد، حق دارد خود را رهبری کند، حق دارد در رهبری دیگری شرکت کنه. این که میگیم ما از حق خودش باید دفاع کنه، از حق دیگری هم دفاع کنه، فضای رشد، فضای تحول رو انسان با این طرز تفکر باز میکنه برای خود و برای دیگری. وقتی ما میگوییم از حق دیگری باید دفاع کرد، یعنی از حق حیات دیگری هم باید دفاع کرد، پس بنابراین کسی رو نمیشه اعدام کرد. انسان ها میکوشن وضعیت اجتماعی خود رو به گونه تغییر بدن که خشونت رو به حد اقل برسونن، تا اونجایی که امکان داره اصلا در یک جامعه در نبود خشونت زندگی کنن. اون موقعی ممکن میشه در نبود خشونت که در حقیقت انسان ها به حقوق خود عمل کنن و رعایت حقوق دیگری بکنن. حالا در جامعه‌ای که ما داریم، اول انقلاب، حرف از نه انقلاب منظورم، خود انقلاب میخواست فراخنای استقلال و آزادی و حقوق مدایی رو باز کنه. آن کسانی که صاحب یا خود رو مالک انقلاب دانستن و اومدن بر قدرت حاکم شدن، از جمله آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی، حرف زدن از حقوق یه جرم بود. کسی حق نداشت هر دفاع از حقوق بکنه، ولی یک تحولی در عرض این چند دهه شده و اون که اینها پذیرفتند که اگر نگویند که ما مدافع حقوق هستیم با جامعه برخورد بسیار شدیدی میکنه. ولی ببینید استبدادها از هر نوعش برای بزک نظام خود میگن ما از حقوق دفاع میکنیم، این بزک نظام، ولی در عمل از حقوق دفاع نمیشه. در تحولی که در 4 دهه شده در ایران، در دوره روحانی سال 95 پذیرفته شد، یا اونها به مردم هدیه گفتن میدن، در صورتی حقوق ذاتی مردم هست، که حقوق شهروندی رو میخوان به اجرا بگذاره. در این حقوق شهروندی که من اون رو کاملا مطالعه کردم مخصوصا برای این جلسه مجددن، یک نواقص عمده‌ای وجود داره. ببینید شما وقتی میخواید یک سامانه بسازی، این سامانه باید با هم هماهنگ باشه. شما توجه کنید مثلا سامانه به نام موتور ماشین، این موتور ماشین باید کاملا با هم هماهنگ عمل کنه. اگر کاملا هماهنگ عمل کنه، در جنسی که انتخاب کردن، مقدار نیروها و حرکتها، این میتونه یه عمر بسیار بسیار طولانی داشته باشه. اگر نه، مثلا میگن فلان موتور ماشینی که ساختن یه ایراد داشته و این که پمپ روغنش رو به گونه‌ای تعبیه نکرده بودن که هماهنگ عمل کنه با بقیه، این موتور بعد 30-40 هزار کیلومتر میسوزه. خب این برای خود من اتفاق افتاده. چرا اتفاق افتاد؟ مثلا چرا اتفاق میفته؟ برای اینکه اون متخصصین نتونستن این هماهنگی رو در اون سامانه ممکن کنن. میگن فلان موتور ماشین نه، 500 هزار کیلومتر کار میکنه، بعدم تعمیر میکنه، از نو میتونه تا 1 میلیون کیلومتر این موتور کار کنه. چرا؟ چون مجموعه با هم یک سامانه هماهنگ دارن. در یک نظام اجتماعی که میخوایم اون رو به اصطلاح براش طرحی بریزیم، مجموعه قوانین باید با همدیگه هماهنگی داشته باشه. ما یک قانون اساسی داریم، یک سری قوانین داریم که به او وصله.
اینها چه پیامی به ما میده؟ در قانون اساسی که ما داریم در مقدمش چندین ابهام اساسی هست که راجع به شرع و دین حرف میزنه بدون که توضیح بده تعریف اینها از شرع و دین چیست. بعد میام راجع به اصول، اصولی که میشماره یک مجموعه اصول هست که با حقوق هماهنگی داره، یه مسئله مجموعه حقوق هست که اصلا با حقوق هماهنگی نداره. کدام هست اونا؟ اونهاست که به قدرت مطلقه بستگی داره. مثلا میاد آقای خامنه‌ای بر جان و مال و ناموس بستگیت پیدا میکنه به این دلیل که اختیارات مطلقه در اختیار او قرار دادن. تازه میگن نه، کف اختیارات رهبری است. آقای خامنه‌ای میتواند اختیارات دیگه هم داشته باشه. یکی از به اصطلاح اساسی ترین اختیاراتی که به او دادن حق رهبری است که در جامعه هر کس خود خیشتن رو باید هدایت کنه، نقش پیدا کنه در هدایت دیگری. اینها رو همه رو جمع کردن در یک نفر خلاصه کردن، پس این حق رو از مردم گرفتن. دیگری حق حاکمیت است که هر شهروند باید از حق حاکمیت خود برخوردار بشه. اونها رو همه رو جمع کردن در یک نفر خلاصه کردن، تازه میگن او حکم صادر میکنه برای بقیه. پس بنابراین میبینیم که مردم از دو حق اساسی برخوردار نیستن. به تناسب این دو حق که برخوردار نباشند، از استقلال شخصی هم برخوردار نیستن، از استقلال اجتماعی هم برخوردار نمیشوند، متناسب با اون از آزادی ها هم برخوردار نمیشوند. یه مقدار آزادی های در جامعه هست، چون انسان اگه در آزاد نباشه که خب لحظه مرگش میرسه، اگه یه بخشی از استقلال هم برخوردار نباشه لحظه مرگشه، ولی اون انسانی که باید رشد بکنه رشد نمیکنه. حالا در این سامانه که درست کردن اومدن سال 95 گفتن یک سری حقوق شهروندی هم هر انسان داره، توضیح دادند که این حقوق شهروندی رو باید برخوردار بشه. من اگر اجازه بفرمایید از ابتدا دو اصلش رو توضیح میدم، به چند اصل رجوع میکنیم که ببینیم در این حقوق شهروندی آیا اینها اصلا میتونه اجرا بشه یا نه. طبق اون قانون حقوق شهروندی که اومدن گفتن ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده به موجب اصول فلان و فلان. خب این در این به موجب قانون اساسی وقتی اختیارات رو در اختیار رئیس جمهوری قرار میدهند، او باید رئیس جمهوری باشد، نه منتخب رهبری باشد. میدونید دو مرتبه میفته تو اون دایره قدرت. پس اینجا مردم میشوند هیچ، مردم نقش ندارن. نقش مردم در اون حده که برن پای صندوق رای بریزن. کی انتخاب میشه؟ خب اینو که آقای رهبر از قبل تعهد کردن به او که دو نفر بیان پنج نفر بیان فرق نمیکنه، همه متعهد هستن، همه معتقد هستن، همه تعهد میسپارن که به آقای سید علی خامنه ای در حقیقت اوامر او رو میپذیرن و تحت قدرت او عمل میکنن. این در مقدمه که اومده یک سری اصول رو گفتن، اصول پایه. در اونجا عنوان میکنن که مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی رو بر عهده رئیس جمهور نهاده است. رئیس جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت، حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یاد کرده است. شما تصور کنید همین مقدمه که گفته است، حالا آقای رئیسی رو بگید، روحانی رو بگید، احمدی نژاد، حالا قبلترش هم میتونیم بریم، فرق نمیکنه. ببینید شما اینها چه تعهدی به همین اصول دارن، به کرامت انسانی، حقوق ملت، قانون اساسی، با همون قانون اساسی خودشون هم اعتقاد ندارن و بهش عمل نمیکنن. عدالت رو که اصلا بهش عمل نمیشه، چون که عدالت رو تعریفی که از عدالت دارن بسیار مهمه. اگه تعریف عدالت رو به اصطلاح شناخت حق از ناحق بدانیم که عدالت است، این یه تفاوت عمده داره با تعریفی که اونها بر اساس نظریه ارسطویی میکنن که یه عده بر بقیه به اصطلاح حاکم هستن. در اصل اولی که میاد راجع به حق حیات صحبت میکنه، میگه شهروندان از حق حیات برخوردارن، این حق را نمیتوان از آنها سلب کرد مگر
به موجب قانون. خب اگر حق حیات ذاتی انسان است و باید از این حق برخوردار باشد، چرا تضاد داره با بند دنبالش که میگین مگر به موجب قانون؟ بفرمایید که شما اعتقاد به حق حیات ندارید، میگویید به فراغ به میزانی که قدرت اجازه بده من حق حیات رو میتوانم از توی شهروند بگیرم. در مواردی میاره، حالا مواردش اینه که اعتیاد هست و جنایت هست و غیر و ذالک. ولی دوست گرامی گفتن که وضعیت یک ماه گذشته چقدر وضعیت سخت، 100 نفر رو شما اعدام میکنه در مدت بسیار کوتاهی که همزمان هست با تجمعات اجتماعی. به چه دلیل؟ چرا وضعیت اجتماعی رو به گونه ای ممکن نمی کنید که اعتیاد یک مسئله به صلاح استفاده از اعتیاد بی محل بشه؟ بسیاری از آذیب های اجتماعی رو مبنا قرار دادند برای اینکه مردم به اعتیاد دچار بشن. اونها رو چرا از بین نمی برید؟ میرید یه چند نفر مواد فروش رو میگیرید، اینا رو درازکش میکنید، اعدام میکنید و میگویند در زندان های ایران بیش از 5000 نفر منتظر اعدام هستن. شما فکر کنید اگه بخوان همچین اعدام بکنن چه وضعیتی میشه تو کشور ما؟ بگویم برای زنا اعدام میکنیم، برای جنایت اعدام میکنیم، برای مواد مخدر اعدام میکنیم. باید یک جمعیت چند صد هزار نفر رو در ایران هر روز بگیرن اعدام کنن. اونا ضد حقوق انسان هست که در اون قانون اووردی در بند اولش توضیح دادید. در ماده 4 میگه حق کودکان است که صرف نظر از جنسیت به طور خاص از هر گونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب از جمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی، جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند. خب حالا قبلش چیه؟ از سال 95 تا به حال این چقدر شما کوشیدید برای اینکه کودکان کار که بین 3 تا 7 میلیون آمار داده می شود، کودکانی که آشغال جمع می کنند، کودکانی که از تحصیل محروم شده اند، در زمینه کودک چقدر فعالیت کردید، چه گزارشی دادید؟ نشون میده در بر همون پاشته می چرخه که چند دهه چرخیده و دههای قبلش هم چرخیده. نه اینکه بگیم قبل از اینکه استبداد فقیه بر ایران حاکم بشه مثلا بگیم خیلی گلستان بوده، نه اون موقع وضعیت درست نبوده. ولی چه کار کردید؟ میگم که بزک نظام هست، نگاه میکنید هیچ کدوم استفاده نمیشه. حالا طبق همین قانون اساسی که در ایران هست، اینها کنوانسیون کودک رو الحاق کرده اند به این قانون اساسی. اگر پذیرفتن پس باید یه تناسبی با قوانین پیدا بکنه دیگه. اگر حقوق شهروندی پذیرفته شده است باید نسبت پیدا کنه با بقیه قوانین که در کشور هستن. میبینیم نیست، میبینیم یک بسته نوشته شده هست رفته کنار، عمل به اون کسی از اونجا فاکت نمیاره که مثلا طبق فلان ماده حقوق بشر شما این کار رو انجام نمیده. میگه آقا میبخشید اصلا هنوز یک چند صفحه کاغذه، کسی بهش عمل نمیکنه، باید بهش عمل بشود از لحاظ حقوقی که دولت مسئوله و از طرف دیگه مردم آزاد باید باشن که بتوانن از حقوق شهروندی خود استفاده کنن، نقش پیدا کنن در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. وقتی نقش به اونها داده نمیشه و اگر اعتراض کنن سرکوب میشن، خب این دیگه این حقوق شهروندی اینجا شده بیعمل. ماده 6 این رو میخونم بعد اگه سوالی باشه وارد گفتگو میشیم. ماده 6: شهروندان حق دارن از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار میگیرد و با مفاسد اخلاقی از جمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افرادگری، نفاق
در جامعه مبارزه میکنن. میخواید دو مرتبه اینها رو بخونم که دولت چه وظیفه‌ای برای خودش در زمینه حقوق شهروندی پیشه کرده؟ میگه با مفاسد اخلاقی از جمله دازای نایه بخششه، دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افرادگری، نفاق. مجموعه این صفاتی را که شمرده اند که دولت مسئول با اونها مبارزه کنه، خوب که چشمتون رو ببندید و دقت کنید، میبینید تمامش خصلت‌های مدیریت این نظام است، از رهبری تا به پایین. دروغ است، ریا، تملق که اصلا یه چیز عادی شده، یه اخلاق عمومیش میخوام بکنم و کردن. نابردباری، بی تفاوتی، این تفاوتی که در سطح جامعه با وجود بردن، از بین بردن امید به زندگی رو در زندگی در جامعه رواج دادن، بی اعتمادی رو در جامعه رواج دادن. میگه میخواد تولید اعتماد بکنه، بر چه اساسی میخواد تولید اعتماد بکنه؟ و حقوق شهروندی، نه اینکه فقط دولت باید بکنه، دولت باید زمین ساز باشه که اعتمادها بیش از حد بشه، افراطی‌گری، نفاق از بین بره بین جامعه، این برخوردها و تنش‌هایی که به وجود آوردن. پس بنابراین می‌بینیم که آنچه که نوشته شده است، یه عده حقوقدان نشستن اینها رو نوشتن و گفتن که خب این مجموعه حقوقی چیز قشنگیه و قشنگ هم هست. نمی‌خوام بگم که بخش‌های از اون رو اگر که اجازه نمیده این حقوق برخوردار بشه شما حذف کنی، بقیه‌اش برخوردار شدن از حقوق هست و به وجود آوردن جو اعتماد هست و تحول. ولی مسئله اساسی اینه که این رو به صورت یک زائده گذاشتن کنار که فقط بگوین ما حقوق شهروندی را نوشته ایم و معتقد هستیم که اجرا بشه باید. ولی آیا اجرا میشه؟ نخیر، اجرا نمیشه. من ببینید تا ماده 6 اومدم، تمام موادی که در این ماده هایی که در این قانون هست رو تک به تک یادداشت کردم. مثلا شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند، ولی بهره‌مند نمی‌شوند. چه کسی مزاحم بهره‌مند شدن آنها هست؟ دولت و قوه قضاییه و قوه مقننه و رسانه‌هایی که در خدمت دولت مردم را سانسور می‌کند. اینها خود قانون قشنگه، قانون رو میذارن که موانع رو بردارن، قانون رو نمیذارن که موانع باشه، قانون هم باشه اونجا به چه درد میخوره. در بقیه ماده ها هم همینطوره و اگر که مایل بودید و وقت بدید اونها رو هم با همدیگه پیش میریم و بخش های از اونها رو برای شما عزیزان من توضیح میدم. ممنونم آقای گلزار عزیز از توضیحات خوبی که دادید. من فکر میکنم که الان در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران دیگه تعاریف حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ذاتی، دموکراسی، جمهوری کلن عوض شد و اصلا وارد یک چالشی شدیم در جمهوری اسلامی ایران که یک سری تعاریف، شاید بگم تحریف هایی ما شنیدیم که اصلا با واقعیت زمین تا آسمون فرق میکنه. و خیلی میگم این چیزهایی رو که در مورد حقوق شهروندی سال 95 گفته شد خیلی جالب بود، ولی وقتی میبینیم که تصویب کننده های این حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایرانه، بیشتر شبیه یک طنز میشه. یعنی انگار که داریم یک جوک میشنویم از یک مجموعه که خودشون مانع همین چیزی هم که خودشون تصویب کردن و نوشتن، اصلا عملا بهش باور ندارن. این یک میگم الان من وقتی بهش نگاه میکنم، این حقوق شهروندی که نوشته شده، بیشتر انگار
دارم یک فیلم طنز و یک داستان طنز رو میخونم چون خیلی فاجعه است واقعا. فقط من خواستم در مورد بحث آماری که در خصوص کودک کار دادید، من فکر میکنم 3 تا 7 میلیون آماری که بیرون درس پیدا کرد، فکر میکنم با احتساب کودکانی که در معرض کار هستن، چون که یک مقدار آمار 3 تا 7 میلیون خیلی زیاده از نظر من، و با وجود اینکه فکر کنم حدود چیزی که آماری اعلام کرده بودن بین 150 تا 200 هزار کودک کار فقط در تهران باشه، باز یا حتی اگر تا 1 میلیون هم باشه باز نمیتونست 7 میلیون کودک کار داشته باشیم، ولی با احتساب کودکانی که در معرض کار هستن، من فکر میکنم خب آمار منطقی باشه. من خواستم این نکته رو اشاره کنم. آقای منیری دستشون بالاست. آقای منیری در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم اول از همه خدمت های گلزار. من یه پرانتز باز کنم روی صحبت‌های شما آقای پرویزی. من اتفاقا دیروز توی جلسه کودک و نوجوان راجع به این موضوع بحث شد و خب بسیاری از کودکان کار، حالا راجع به کودکان کار من عرض کنم، فقط یه کوتاه عرض بکنم راجع به کودکان کار، معمولا اکثرا کودکان کار از خانواده‌های حاشیه نشین هستن. بعد از اون طرف آماری که از خانواده‌های حاشیه نشین اومده بیرون، سال 99 وزارت امور شهرسازی، اداره امور شهرسازی حاشیه نشین ها رو 26 میلیون نفر اعلام کرده بود. خب این در واقع منظور خونه‌هاییه که رسما ثبت نشده، اما اداره بهزیستی دقیقاً دیروز 13 میلیون نفر حاشیه نشین رو معرفی کرده بود. اگر تقریبا اتفاقا خانواده های فقیرتر معمولا تعداد جمعیتاشون بیشتره، تعداد فرزنداشون بیشتره و حداقل میشه میانگین رو دو تا فرزند حساب کرد و یعنی تقریبا میشه نصف اون جمعیت رو که 6 7 میلیون هست خیلی دور از ذهن نیست اون 7 میلیون کودک کار. من خواستم فقط این پرانتز رو باز کنم روی صحبت شما و از آقای گلزار من در واقع حالا یه سوال داشتم. ایشون راجع به ولایت مطلقه فقیه صحبت کردن، میخواستم ببینم این بازنگری قانون اساسی که در سال 1368 اتفاق افتاد، از اون طرف آقای منتظری دقیقا کلن با این بازنگری مخالفت کردن چون گفتن کاملا مخالف آزادی و جمهوریت نظامه و کلن به قول معروف بایکوت کردن این همه پرسی بازنگری رو. چقدر تأثیر داشت در عدم رسیدن مردم به حقوق شهروندیشون؟ در ابتدا اون قانون اولیه، اون قانون اساسی اولیه چقدر مردم رو از حقوق شهروندیشون دور میکرد و بعد اون بازنگری، اون بازنگری که خیلی جاها کلن مجمع تشخیص مصلحت نظام اونجا روی کار اومد، ولایت فقیه اونجا شد ولایت مطلقه فقیه و یک سری موارد دیگه، نخست وزیر کلن حذف شد، کلن همه این موارد چقدر مردم ایران رو از اون حقوق شهروندیشون دور کرد؟ مرسی بابت وقتی که بنده دادید. ممنونم آقای منیری. آقای گلزار اگه اجازه بدید بکنم، خانم بیرجندی هم یه سوال داشتن دستشون بالا بود، میخواد اینو جواب بدم بعد یکی بیرد ممنونم. آره اینجوری هم بله که بس دوستان لطفا دستشون نست. پایین باشه. من آقای کلوته و خانم بیرجندی در نظرم هست که دستشون بالا بفرمایید. ببینید که بسیار سوال اساسی آقای منیری کردن و اون که ما یه انقلاب کردیم برای اینکه ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تغییر کنه. در شعارهایی هم که مردم دادن خواستار این تغییرات بوده. آقای خمینی هم تعهد سپرده. آقای خمینی که از روز اول انقلاب که نبوده که، آقای خمینی بعد اومده. مثل الانه که در ایران بگیریم که جنبش‌های متعددی انجام میگیره، هیچ کس هم با مردم حرف نمیزنه، مردم خودشون رهبری جمعی میکنن. بعد آقای خمینی اومده و تعهد سپرده
گفته که آزادی مثلا برای احزاب، آزادی رسانه ها، آزادی روزنامه‌نگاران، آزادی زنان در پوشش، آزادی زنان در شغل، حتی میتوانن رئیس جمهور بشود، تا اینها رو رفته. اومده استقلال وطن رو یک به یک شمرده. نقش روحانیت، گفته روحانیت در مدیریت کشوری شرکت نمیکنه، روحانیت بره کار روحانیت خودشو میکنه. گفتن شما چه کار میکنه؟ گفته من میرم تو قم هیچ کار نمیکنه. 19 اصل رو آقای خامنه‌ای هر روز تکرار کرده و مردم هم اینها رو اون زمان که به صورت نوار میمده به ایران شنیدن و گفتن که خب پس بنابراین مثل دوره مصدقی نمیان آخوندها همه چیز رو خراب کنن، آخوندها میرن تو حوزه خودشون و میذارن متخصصین کار وطن رو بسازن، یعنی بسازن کشور. یک پیشنویس قانون اساسی داده شده، یک عده متخصص حقوقدان، اقتصاددان و غیره نشستن این پیشنویس قانون اساسی رو نوشتن، میشه اون رو مطالعه کرد. اون پیشنویس امکان تحقق یک دموکراسی رو ممکن میکرد. بعد وقتی اومدن ایران، در اونجا آقای حسن آیت از حزب جمهوری اسلامی پیشنهاد داد که ولایت فقیه رو بیارن در قانون اساسی. آقای منتظری مدافع این نظر بود، چون خودش رو شاگرد نظری میدونست از لحاظ ولایت فقیه با آقای خمینی. اومدن 17 اختیار مطلقه برای آقای خمینی بذارن، یه هیئتی درست شد که رسیدگی کنن به این اصل، چون اکثریت میخواستن که این اصل وارد بشه. اون هیئت رفت 3 تا اختیار داد با آقای خمینی که اگر رئیس قوه قضاییه، مجریه و رئیس دولت اینها مشخص شدن، ایشون حکم رو در اختیار اینها قرار میده. پس بنابراین نظارت فقیه اونجا بود، فقیه نظارت میکرد که اگر یه قوانینی ضد قانون اساسی عمل بشه هشدار بده، کار دیگه هم نداشت. هر چه قدم به آقای منتظری توضیح دادن که این عمل شما میتونه نتیجه عکس بده، ایشون تصور میکرد که نه، آقای خمینی آدم خوبیه و این آدم نظارت میکنه، میره در قم و دخالت هم نمیکنه. و عکس شد، آقای خمینی 3 دونه امکان در اختیارش قرار داده بودن، مطلقه عمل میکرد. آقای بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران 1 سال بعد از انتخابش به آقای خمینی میگه که شما 75 بار بر ضد قانون اساسی عمل کردید، مطلقه عمل کردید. و اینه اونجا رسانه‌ای هم شده. اون موقع نه، خیلی هم تصور میکردن خب آقای خمینی آدم خوبیه و اشکالی نداره، و چون مردم تو ذهنشون بود خب شاه رفته، یکی اومده جاشو گرفته، بالاخره باید یه کسی پادشاهی کنه، نه با اون سیستم، ولی خب این آدم خوبیه. سال 68 مطلبی که آقای منیری گفتن، اون اختیاراتی که آقای خمینی داشت به عنوان مطلقه رو مطلقش کردن. 11 اختیار دادن با ولی فقیه، که این ولی فقیه وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات رو، وزارت اقتصاد و وزارت کشور، این 4 تا وزیر رو او انتخاب میکنن. اصلا میبخشید یک کشور در حقیقت با این 4 تا وزیر، اصل رکن اصلی وزرا اینها هستن. در هر کشوری میگن وزیر کشور که انتخاب کردن، وزیر امور خارجه که انتخاب شده، وزیر اقتصاد. طبق قانون اساسی سیاست‌های داخلی، خارجی، اقتصادی، اتمی، نظامی در اختیار رهبری است. و این مطلق عمل کردن به اضافه اینکه در جنگ و صلح و رؤسای تمام قوا و ارتش رو ایشون انتخاب میکنه، حراست‌های ایشون انتخاب میکنه، 16,000 حراست در کشور ما هست. 16 تا که مطلق عمل میکنن، هر کی برای خودش عمل میکنه تازه، نه اینکه اینا هماهنگ عمل کنن. خب این مجموعه در حقیقت تحفیز قدرت مطلقه هست به اون شبکه قدرت. اینه که بس همه چیزه. حالا شما بهترین حرفهای رو هم که بزنید، بهترین قوانین هم بنویسید، باید در تضاد نباشه با قدرت رهبری و اون مجموعه قدرت.
به مجردی که باشه اون ظاهری شاید بمونه. تازه بسیاری از قوانین ظاهری هم حاضر نیستن زیر بارش برن. این یه مجموعه درست کردن حقوق شهروندی خارج از اون، حالا در بندهای هست که به زنان میپردازه، اصلا راجع به آزادی زن صحبت نمیکنه. یه سری چیزایی میگه راجع به زن، خب خیلی خوب و عالی، مثلا زنان تحصیل کنن مگه حال نمیکنن؟ زنان حق دارد مثلا ازدواج کنن، خب معلومه که میتونه. ولی اونجا که آزاد و مستقل است در تصمیم گیری، در برنامه ریزی، در شرکت، در تحول اجتماعی، اونجا هیچ گونه نقشی براش قائل نیستن، چون نمیتونن قائل باشن. به مجرد که قائل باشن در تضاد هستن با قدرت رهبری، با اون اسطوره رهبری، و اینه که اون اجازه بهش نمیده. اون چیزی که شما گفتید بازنگری، در حقیقت بستن تمام امکاناتی که در این کشور بوده. حالا در همون دوره یه عده اومدن میگن از اصل 21 فهمیدم تا 27 28 اینها امکان یک تحول رو میده، بیاد اصلاحات کنه. آقا بستر اجتماعی، بستر سیاسی به تو اجازه نمیده. اصلاحات کردن میتوان کرد، به نفع قدرت میشه اصلاحات کرد، و یه دروغ بزرگ بوده. 20 سال ملت ایران رو گول زدن که شاید بتوان در چارچوب این نظام اصلاحاتی کرد که به نفع مردم باشه. الان واقعیت نشون میده که لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار بدتر شده، لحاظ سیاسی به همین ترتیب، در مسئله اتم همینطور. وضعیتی که ایران از لحاظ در زمینه جنگ در منطقه داره بسیار خشونت‌زاست. اصلا کسی نمیدونه چرا ایران در سوریه هست و در عراق هست و در یمن هست و در لبنان هست و کشورهای دیگه هم هستن که اصلا کسی نمیدونه برای چی رفتن. عدم اطلاع رسانی بیش از حد شده. به ظاهر همه چی هست، ولی به باطن من خودم در زمینه‌های مختلف که هر روز اخبار رو مطالعه میکنم، بسیاری از سوالات رو باید کلمه کلمه در جاهای مختلف پیدا کنی تا بتونی واقعیت رو کنار هم بذاری، بگی حقیقت جامعه اینه و وضعیت اینه. متاسفیم که همچین وضعیت. من در زمینه انرژی در ایران حدود 6 ماه تحقیق میکردم چه نوع انرژی هایی برای ایران که بازیافت، به اصطلاح انرژی خورشیدی و انرژی باد چه وضعیت داره. اصلا شما تعجب میکنی مراکزی که باید توضیح بدن اطلاعاتش فوق العاده ناقصه. چرا اطلاعات ناقصه؟ برای اینکه مردم اطلاع پیدا نکنن که آقا یه انرژی هست که میتوان ارزان تولید کرد، به نفع مردم ایران هم هست، و ما گاز و نفتمون رو نفروشیم و اتم تولید نکنیم که به دردمون نمیخوره. چرا باید وابستگی پیدا کنیم؟ اطلاعات در اون زمینه کم. البته اون تحقیق کامل شده، امیدوارم هر چیز زودتر بتونم اون رو ارائه بدم به شما عزیزان و دیگر کسانی که علاقه دارن مطالعه کنن. میبخشید، بفهم. ممنونم آقای گلزار. من الان یه سوال برام پیش اومد. بفهم. ما مجموعه از نقض حقوق بشر رو در ایران شاهدیم. خب ممکنه این اتفاق در کشورهای بسیاری بیفته. آیا نهاد، مرجع یا ارگانی وجود داره که بتونه در این حالی که الان این دیگه خود سازمان ملل رسما داره اعتراض میکنه به نقض آشکار حقوق بشر در ایران، که بتونه محاکمه کنه و اصلا خب سران یک مملکت رو یا یک کشور رو شما به این دلیل صلاحیت نداره و رد صلاحیت کنه؟ اینکه فقط الان ما داریم میبینیم خود جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل کرسی دارن میرن اونجا و اصلا در روزی که در مقر سازمان ملل همه کشورها جمع میشن، عملا ایران میره اونجا و تریبون بهش میدن میاد صحبت میکنه و حالا اگر کشورها نشینن، مسئول سران کشورها نشینن پای صحبتها، ولی خود اون مرجعی که سازمان حقوق بشره داره این کارو میکنه و تریبون میده به کشوری که نقض آشکار حقوق بشر رو داره انجام میده. آیا نهادی وجود داره که بشه این محاکمه کرد و این سران هر کشوری رو، نه فقط جمهوری اسلامی رو؟ آیا اول اثبات بشه دیگه. اول اینکه خب از بعد از اینکه دادگاه میکونوس در آلمان تونست رأی بیاره، ببینید
حالا کوتاه توضیح میدم، در اون رستوران میکونوس یه جلسه گذاشته بودن چند نفر از فعالین سیاسی، چند نفر رفتن و اونجا اونا رو به مسلسل بستن و در آلمان وقتی خبرش انتشار پیدا کرد همه تعجب کردن که آقا این مگه امکان داره که توی روز روشن بیای یه در بکشی و بری، اونم با مسلسل. در عرض 24 ساعت اونا رو گرفتن، یا 24 ساعت بود یا 48 ساعت، دقیقا نمیدونم، یاد خاطرم نیست، ولی میدونم که در عرض این مدت کوتاه همه اونا رو گرفت و بعد مشخص شد که سال هاست که اونها رو تحت نظر داشتن مدت هاست، ولی اون شب به صلاح حرف رمزشون بوده بزرگ علوی، یعنی میریم عمل میکنیم این کار رو انجام میدیم. پلیس جنایی آلمان نفهمیده این بزرگ علوی رو از چه بابت گفتن و این به صلاح کد رفتن جنایت، کار نداریم. 4 سال دادگاه طول کشید، دادگاه رو رژیم ایران بسیار تحت فشار قرار داد، یعنی دولت آلمان رو که اون موقع هلموت کل سر کار بود، که این دادگاه به نتیجه نرسه، اینها رو آزاد کنن. رسید به اینجا که اون دادستان کل گفت که آقا این دستور دولتی بوده و من نمیتونم بگم که اینا شخصی بودن و این دولت ایران دستور داده. تحت فشار استعفا داد رفت. نفر بعدی که اومد گفت من هر کاری بکنید روی اصول میمونم و قضاوت میکنم که کی مسئول بوده. پذیرفتن که تو دادستان بشو، رفت کارش انجام داد. در آخرین مراحل یک نفر با آقای ونیست تماس گرفت به عنوان شاهد سه که من از ایران اومدم، اطلاعات دقیق دارم، اگر منو بتونی سالم بیارید به اروپا من در اون دادگاه شهادت میدم. ما تونستیم اون رو سالم بیاریمش اروپا. وقتی که اومد ایشون به عنوان شاهد سه گفت من میام اطلاعاتمو در دادگاه شهادت میدم. آقای بنی سعد پذیرفته شد، از طرف وکلای اون کسانی که به اصطلاح کشته شده بودن دعوت شد که بیاد چات به اصطلاح اون گروهی که در ایران مسئولیت دارن برای این ترورها رو بیاد توضیح بده. عده‌ای از ایران اطلاعات بسیار دقیق و ناب از سپاه و وزارت امور خارجه و غیره در اختیار ما قرار داد. آقای بنسر رفت در اون دادگاه و مشخص شد که آقای رفسنجانی رئیس جمهور در این کار دست داشته، آقای ولایتی در این کار دست داشته به عنوان وزیر امور خارجه، فلاحیان به عنوان مسئول حراست یا باباک ایران در این کار دست داشتن. مسئله این بود که رهبر حکم حکومتی داده بود و اینها نمیخواستن بپذیرن که یک آدمی که به اصطلاح رهبر دینی یک کشور هست میتونن در یک دادگاه مجرم اعلام کنن. آقای بنی‌صدر رفت بر اساس استناد کتابهایی که خود اینها نوشتن، مثل حکومت اسلامی، ولایت فقینا، تشریح کرد که یک متن حقوقی در آورد از اونجا بر اساس نوشته های خود اینها که ایشون نمیتونه فتوا داده باشه که گفته خب میتونه هر کی میخواد اونا رو میتونه بکشه، بلکه حکم داده است، پذیرفته اینها باید برن بکشته بشن. دادگاه یک ماه روی این حکم رفت کار کرد و پذیرفت که راست میگه حرف ایشونه که این حکم حکومت داده. برای اولین بار در دنیا سران یک کشورهایی رو در یک کشور دیگه محکوم اعلام کردن. البته نه آقای خامنه ای، نه ولایتی، نه فلاحیان، نه رفسنجانی رو به خارج نیومدن که اونا رو بگیرن برن در دادگاه حکم بدن، ولی بالاخره مقصر. از اون زمان تا به امروز ما شاهد هستیم که کسانی رو حتی قیابن هم دادگاهی کردن. پس شد یک رسمی در جهان به استناد دادگاه میکنوس. این یک برگ بسیار برنده برای ایرانیا بود. متاسفانه اون زمان ما اینترنت نبود، با فاکس اطلاعاتو میفرستادیم ایران و با نامه میفرستادیم ایران، خب اطلاع رسانی نتونستیم اونطوری بکنیم که بشه یه جوی رو عوض کرد. با این حال یک اتفاق خیلی جالب هم افتاده، این که میگی شما تأثیرات تا چقدر میتونه باشه. در اون زمان تمام سفرای ایران از سفرای کشورهای مختلف در ایران اومدن از ایران بیرون به اعتراضی که شما در خارج کشور جنایت میکنید و همزمان شد با انتخابات آقای خاتمی که گفت من میایم و اصلاح میکنم وضعیت موجود رو، من میایم تغییر رو ممکن میکنم. اینا همش یک شبه یه اتفاقات نمیفته. اما در اون که شما سوال اساسی میکنید، در سازمان ملل نه همچی امکان ندارند.
که بگن که مثلا رؤسای کشور اگه بخواین کارو بکنن باید تمام رؤسای کشورهای مختلف رو اول پرونده هاشون رسیدگی کنن. خب خیلی هاشون جنایت میکنن. حالا شما در آفریقای آمریکای جنوبی نگاه کنید، در خود آسیای شرقی ببینید چه فجایعی رخ میده. اینها الان آقای پوتین رو ببینید چی کار میکنه، اصلا دستشون بهش نمیرسه که بگن که شما را حتی لحاظ اقتصادی تحریم میکنی. نه، راست داره جنایت میکنه در سطح جهان. متاسفانه در ایران هم همین هست. من اعتقاد دارم رسانه‌های جهانی باید پشتیبانی بکنن از حقوق مردم تا اون مردم برخیزند و از حقوق خودشون دفاع کنن، برای اینکه بگن که ما تنها نیستیم. در انقلاب ایران اتفاق افتاد، سال 88 هم اتفاق افتاد، چون ایرانی ها برخواستن، رسانه ها پشتیبان ملت ها شدن، ملت ها یک اعتماد به نفسی پیدا میکنن برای تغییر. ولی هنوز اون نیست، اون اتفاق. من اعتقاد دارم اون چیزی که شما میگید، یک عدالت جهانی باید وجود داشته باشه در زمینه محیط زیست و از بین بردن حقوق انسان ها. یه عدالت جهانی باشه، آخه اعتراض همه مردم باشه که میبخشه چرا تو اون کشور آدم میکشی؟ ما اگه انسان ها همه دارای حق برابر هستیم باید اتفاق بیفته. متاسفانه سازمان ملل این کار رو نمیکنه. یک، دوم که 5 تا کشور هم حق وتو دارن. تازه شما اگه اعتراضات بکنی بخواد به نتیجه برسه، اگه آمریکا دید که منافعش تامین نمیشه وتو میکنه، روسیه وتو میکنه، چین وتو میکنه. خب این که اون سازمان چه میتونه امکان؟ بزرگترین کاری که میتوانن بکنن از لحاظ دفاع از حقوق، انسانها و شهروندان هر کشور هستن که باید برخیزن و دفاع بکنن از حقوق اساسی خودشون. متاسفانه اتفاق نمیفته. یک اتفاقات کوچیک که خدمتتون عرض کردم که در سطح جهانی بزرگی اتفاق افتاده، بعد از اون فکر کنم مال نیکاراگوئه بود که دیکتاتور اونجا رو غیابن دادگاهیش کردن. الان اتفاقاتی که میفته در کشورهای دیگه مثل سوئد، خب اینا قبلا نمیافتاد، البته حضوریه، ولی خب پرونده رو وردن در سطح دولت که اونها این آقا جنایت میکرده و فعلا مردم دستشون بهش رسیده. امیدوار هستیم وضعیت جهانی به گونه‌ای بشه که بتونیم بیشتر عمل کنیم. ممنونم آقای گلزار عزیز، خیلی عالی بود. ممنون از پاسختون. خانم بیرجند، شما همچنان سوال داشتید یا صحبتی داشتید؟ آقای بلوکی شما چی؟ اگر صحبتی دارید. داخلیتون هستیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و خدمت جناب پرویزی و جناب گلزار عزیز. ممنونم به خاطر این جلسه خوب. من یه سوال دارم در مورد قانون اساسی از جناب گلزار. واقعیت من این فیلم های مجلس رو نگاه میکردم موقعی که داشتن قانون اساسی روش اعتراض میکنن، صحبت میکردن. جناب بهشتی رئیس مجلس بودن، خب خیلی چیزها رو ایشون مخالفت میکنن، خیلی چیزها رو موافقت میکردن. من یه سوال پایه‌ای تر دارم، واقعیت اینو دقیق بهش نرسیدم و نمیدونم تا چه حد درسته. اون زمانی که رأی گیری انجام دادن برای اینکه جمهوری اسلامی باشه یا اینکه جمهوری باشه، میخواستم ببینم که آیا این رأی گیری اساسا مشکلی داشت یا نظارتی بود، تقلبی صورت گرفت یا نه، چون واقعیت نتونستم چیز دقیقی در بیارم در موردش. و توی یکی از این انتخابات ها من خودم به عنوان ناظر حضور داشتم، سال 84 بود فکر میکنم. خب یه سری چیزا رو اون موقع لمس نکرده بودم، یکی این که برگاه رأی که مثلا میومد نو باز نشده بدون اینکه تاخوردگی داشته باشه، و اون موقع خب اصلا توجهی نداشتم. بعدا راجبش بحث شد، گفتن که این رأی ها میتونست مثلا رأی باطله باشه یا رأی تقلبی باشه. میخواستم ببینم اساسا در این مورد گزارشی بحثی چیزی وجود داره. و سوال بعدی هم این که در مورد این بازنگری قانون اساسی، آیا
این بازنگری اصلا قانونی بود یا مشکل قانونی نداشت این اتفاقی که افتاد؟ سپاسگزارم از این وقتی که بهم دادین، من میکروفون رو رها میکنم. ممنونم آقای کوته عزیز. آقای گلزار در خدمتتون هستم. آقای خمینی وقتی که بنا شد که نوع حکومت رو مشخص کنن، صفتی که بهش میدن چی باشه، ایشون گفت که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، حکم صادر کرد. خب اون موقع آقای خمینی در دل همه جا داشت، این نیست که الان امروز نیست. اون موقع مجاهدین میگفتن خورشید طلوع کرد، آسمان از آسمان شرق امام آمد، اون رو مثل امام زمان میدونستن. چپ ها میگفتن که این ضد سرمایه‌داریه، او چقدر تعریف و تمجیدش میکردن. حزب توده اکثریت اینا اصلا با حزب جمهوری اسلامی همکاری میکردن، تا دو سال بعد از کودتای سال 60 همکاری میکردن. خب اون یک کلمه کم و زیاد که آقای خمینی گفت، همه گفتن خب باش، کارش هم نمیشد بکنیم. نپذیرفتن که مثلا بگن جمهوری اسلامی، جمهوری ایران، جمهوری دموکراتیک. حالا اون موقع چند تا پیشنهادم داده شده بود، آقای خمینی زیر بار نره. یکی اینکه جمهوری ایران باشه بدون هیچ گونه صفتی که پوشش بذارم پسوندی داشته باشه. جمهوری دموکراتیک ایران رو پیشنهاد کردم اون موقع، خب پذیرفته نشد. آقای خمینی هم دستور از بالا داد، آقای خمینی بنا بود بره قم، زیر تعهدش زده بود دیگه، مرتب میزد، یعنی اصلا کسی فراموش کرده بود در قم چی میگه. حالا نسل جوان خیال میکنه که اون موقع میشد همه کاری بکن، امروز هم خیلی کارا رو نمیشه کرد چون استبداد دیگه، استبداد آقای خمینی. این که میگید برای تقلبات، در اولین انتخابات ریاست جمهوری 134 نفر خودشونو کاندیدا کردن، 9 نفر شدن شاخص اول. از این 9 نفر هیچ کس هم نبود که انتخاب کنه که آره شما حق داری نداری، هر کسی میتونست خودش کاندیدا کنه. بعد 9 نفر شدن شاخص اول که به ترتیب 76% آقای بنی صدر آورد از آرا، بعد آقای مدنی رأی آورد با 19%، بعد آقای همینطور به ترتیب تا آخرین نفر که فکر کنم زیر 1% آورد و به همین ترتیب انتخابات شد. پشت سر این انتخابات یک بحثی شد بین آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی که در حزب جمهوری اسلامی آقای بهشتی بود، رفسنجانی بود، خامنه‌ای بود، اردبیلی و غیره، اینا همه تون بودن که الان همون هم اون طرز تفکر به ایران حاکمه. اینها رفتن پیش آقای خمینی که آقای خمینی خب ما از دست دادیم، خلاص شد، این شده رئیس جمهور بنی صدر. اگر مجلس هم که باور بر این بود که مجلس رو هم ملیون میان در اونجا نقش پیدا میکنن، دیگه از آخوندها خبری نخواهد بود. آقای خمینی گفت برید به هر طوری شده مجلس رو بگیرید. حتی میگن نوارش هم هست که در اون صحبتی که کرده که برید شما اونجا صاحب شید، تو یوتیوب میشه اونو پیدا که هست. خب اینها رفتن مجلس رو تقلب کردن. اکثریت مجلس شما برای که آدم توجه بکنید، انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری اسلامی به اصطلاح روحانیت قوم، نهضت آزادی و حزب توده، آقای حسن حبیبی نمایندشون بود. یعنی اکثریت قدرتی که اون زمان بوده آقای حسن حبیبی نمایندشون بوده. چقدر رأی آورده؟ 4.9%، زیر 5% رأی بود حسن حبیبی. بعد شما میبینید 2 ماه بعدش انتخابات مجلس، اکثریت میشن آخوند. خب این مردم دیوانه که نبودن که یک دفعه چند ماه قبلش برن یه جور دیگه رای بدن، یک دفعه برن ضد اون طرز تفکر رای بدن. در اون انتخابات شدیداً تقلب شد. آقای بنی صدر به عنوان ریاست جمهوری شکایت میکنه در تقلب در انتخابات. آقای خمینی نمیپذیره و میگه همین مجلس باید بمانه و اون مجلس میمونه. شما از اون زمانی که تقلب شروع شده، حالا مخالفت هم شده دیگه، بالاتر از این نیست که ریاست جمهوری بیاد شکایت مشخص بکنه بر ضد تقلب شده. آقای کروبیان گفت که یه قاعده بود، هر کسی که در انتخابات شرکت میکرد رای میبرد ضربه در 3 میکردن، یعنی تعداد رای رو 3 برابر میکردن.
بعد به نسبت تقسیم میکردن، یه نفرم بالاترین رأی رو میبرد. یه قاعده کلی گذاشتی نظام که از اون وزارت کشور ما بیرون گفتن چون در اولین انتخابات 76% رئیس جمهوری رأی آورده مردم دادن، این زشته برای نظام که نفرات بعدی خیلی کم بیارن. همیشه کوشیدن که بگن 75 78 شمیدم 69% رأی آوردن. اینم یه قاعده شده در این نظام که همیشه سعی میکنن از تبعیت کنن. غیر از آقای کروبی که بازم در اومد گفت که من نمیدونم حتی انتخابات رأیم بیشتر از احمدنژاد بود، خوابیدم بیدار شدم اون رأیش رفت بالاتر. خب این تقلب شده دیگه. ما هر سال بر اساس اطلاعاتی که از وزارت کشور دادن و میدانی رفتن اطلاعات رو بردن بررسی کردیم چقدر تقلب شده و اکثرا به واقعیت بسیار بسیار نزدیک بوده و اینها تا دوره آقای رئیسی که تقلب خیلی بالا بود و تعداد شرکت کننده بی نهایت پایین، ولی خب ایشون میگن اکثریت جامعه ایران بهشون رای دادن. بله بفهمم. البته موضوعش حقوق شهروندی نبود ولی خب چون بیرفتم نبود آقای بازار عزیز، چون که خب این حقوق شهروندی رأی دادن هم یکی از حقوقی که هر فردی میتونه داشته باشه و باید داشته باشه. خانم دیجندی شما بفرمایید، صحبت شما رو بشنویم و اگه سوالی هست در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم جناب پرویزی. عرض سلام و درود خدمت همه همکاران عزیز و جناب گلزار. البته سوال من سوال قبلی در مورد حالا کرامت انسانی بود که اگر بحثی ادامه داشت من حتما اون سوال مطرح میکنم که چیز خیلی مهمه که تو این چند روزه برام اتفاق افتاده. اما اشکال نداره سوال کنی. باشه چشم. من تنها چیزی که میخواستم الان سوال بکنم، حالا بعدش حتما رو میپرسم، این بود که خب الان تو بالاخره گوشه کنار تو فضای مجازی یا به هر حال اتاقایی که در کلاب هاست برگزار میشه صحبت از یک اصلاحات ساختاری در واقع در ایران داره به میون میاد، حالا اون دسته از کسایی که به قول معروف اصلاح طلب هستن حالا و رهبرانی دارن صحبت از این میکنن که ایران با یک اصلاحات ساختاری و در واقع جدا شدن دین از پایه‌های قدرت و همچنین حالا اینو من مطمئن نیستم در واقع کم کردن قدرت از ولایت فقیه یا این که اصلا کلن گرفتن اون قدرت از ولایت فقیه یا حذف کردن ولی فقیه میتونن ایران رو در واقع شرایطش رو درست کنن. حالا با وجود اینکه ما همه اون کارنامه سیاه 40 چند ساله جمهوری اسلامی رو میدونیم، فریبکاری ها و دروغکاری هاشون رو و به این صورت، میخواستم نظر شما رو بدونم جناب آقای گلزار، شما فکر میکنید که با این اتفاقی که بیفته آیا اون به قول معروف اون راه حل به وجود میاد و واقعا میشه این نجات دهنده باشه یا اینکه خیر؟ بعد اون سوالم هم اجازه بدیم بخش بعدی من اون سوالو میپرسم. ممنونم. اول اینکه خیلی ممنون از این سوال دقیقی که کردید و خیلی تشکر میکنم که شما همیشه در ارتباط بودین برای جلسه و برنامه، همه چی خیلی ممنون از دقت عملشون. ببینید اصلاحات چی رو میخوان اصلاح کنن؟ اول سوال نه که چی رو میخوان اصلاح کنن، اصلاح طلب. اصلاح طلبان از روز اول تا حالا میگن اگر ما بتوانیم جامعه رو بسیج کنیم، فشار حد اکثری بیاریم به جناح راست که آقای خامنه‌ای و بیت او باشه، اون آقای خامنه‌ای عقب نشینی میکنه، یه بخشی از قدرتش رو میده به اصلاح طلبان که اصلاح طلبان این رو دیگه نمیگن چه شکلی میخوان خرجش کنن این قدرت رو. دروغ بزرگه. آقای خاتمی که اومد گفتن میشود گورباچوف ایران. گورباچوف چیکار کرد؟ زمانی که داشت روسیه فرو میپاشید و فرو پاشیده شد دیگه، بسیاری از کشورها ازش جدا شدن و قدرت شو از دست داد، ولی میتونست یه جنگ داخلی هم بشه. گورباچوف اومد یه بازی کرد، گفت از این به بعد دیگه اون حکومت قبلی نیست، میشه جمهوری، بیا در انتخابات شرکت کنید، یک نفر انتخاب کنید، دیگه تمام اون سیستم عوض.
بگذاریم که آقای یلسین الکلی، مردم به او اعتماد کردن، اون شد رئیس جمهور. یه آدم همیشه دائم الخم، متاسفیم برای روسا. اما خب بعد از 70 سال استبداد یه همچیز حاصل شد. آقای خاتمی رو که میگفتن میشود گورباچوف، نتونست گورباچوف بشه، شد مطیع رهبری. گفت من یه آدمی هم هستم که اهل دعوا نیستم، اهل تنش نیستم، و اصلاحاتی که او کرد در مجموع که شما نگاه کنید، اصلاحات به نفع قدرت میشه. ببینید در چارچوب قدرت هر اصلاحی کنید به نفع قدرت، در چارچوب دموکراسی اصلاحاتی که بکنید به نفع مردم. مثلا میگیریم ما حالا چون در آلمان هستیم، اکثرا در آلمان آقای شرودر که سوسیالیست بود، وقتی به قدرت رسید این شد صدر اعظم آلمان، یه سری ساختارهای مختلف انجام داد، اصلاحات مهم انجام داد، در زمینه کار داد، در زمینه آموزش پرورش داد و غیره. چون این اصلاحات به نفع مردم شده، چون سیستم دموکراتیزه. در ایران شما هر اصلاحی بکنید، نه هر کشور استبدادی هر اصلاحی بکنید به نفع قدرت تمام میشه، نمیتونه به نفع مردم شما تغییر ساختار بدید. پس این اصلاحات اصلاحات نادرستی است که اونها گفتن و هنوز تکرار میکنن. حالا یه چیز دیگه هم هست، میگیم خب اگه همه این ملت اومدن تو خیابون و خواهان تغییر شدن، چرا ما اصلاح کنیم؟ که میگه آقای خامنه ای از 11 اختیار 6 تاشو لطفاً صرف نظر کنید. خب میگیم آقای خامنه ای برو استبداد، برو دموکراسی، دموکراسی چاش بذاریم. اونها میگوین که نه، این اتفاق میتواند خشونت‌های زیادی رو به وجود بیاره. اما شما یه مناظره چند شب پیش بود، آقای تایزاده و آقای ویسی در کلاب هاوس 7 ساعتش حداقل من توی اتاق بودم و گوش میدادم صحبت های اونها رو، و آقای ویسی واقعیتش اینه که برنامه ندارن، سلطنت طلب ها. سلطنت طلب نیستن، پهلوی طلب هستن. پهلوی طلب ها برنامه ندارن، چون اگر بگوین سلطنت طلب باید بیان بگن مثلا در جامعه ایران 85 میلیون مثلا این قصدشون بالاست، همه حق دارن پادشاه بشن. خب مردم بیان به یکی رأی بدن بشه پادشاه، اگه حق دیگه. پس اگر نیست میخوان یه نفر رو پادشاه کنن، پهلوی طلبن. آقای ویسی به نمایندگی از پهلوی طلب ها هیچ گونه برنامه ارائه نمیده. 6 تا جمله میگه: جدایی دین از دولت، خب اقتصاد پویا، آزادی زنان و فلان. خب ببخشید اینا که دیگه همه مهم، من معلم میتونم 30 تا دونه اصل براتون بشمارم، 40 تا دونه میتونم بند بنویسم، میتونم دقیق و شفاف توضیح بدم هر کم راجع به چگونگیش توضیح نمیده. آقای تایزاده همین کار رو میکنه، دوتاشون افتادن رو بروی همگه، شعار میدن. یعنی من نتیجه صحبتهای اون شب نه راه حل از آقای ویسی میشنوم، نه راه حل از آقای تایزاده. پس بنابراین تغییرات ساختاری وقتی ما میگیم، آن چیزیست که ما توضیح میدیم راجع به حقوق انسان. انسان ها از امکاناتی برخوردار بشوند در جامعه که بتوانند با برخوردار شدن از حقوقشون زندگی کنند. مثلا زن ایرانی خودش تصمیم گیرنده باشه برای زندگیش، خودش تصمیم گیرنده باشه برای تربیت کودکش، کسی دخالت در زندگیش نکنه. پوشش که یه امر بسیار جزئی است در زندگی او، که چنو لباسی بپوشه و چه شکلی بپوشه، این واقعا حداقله. این زن باید به کرامت خودش برگرده، به ارزش‌های خودش برگرده. زن که عروسک که نیست، که یک انسان حقوقمندی است که میتونه نقش اساسی در تحول جامعه داشته باشه. خب این باید بر راجع به اینها کسی صحبت نمی‌کنه. متاسف هستم اکثر اینها میگویند وقتی به قدرت رسیدیم. من میگم که چی کار میکنم. حالا من از شما سوال میکنم، شما یه شرکت دارید، میخواید یکی رو استخدام کنید به عنوان بگیم سکرتر شماست، که باید یک سری مسئولیت انجام بده. میگه شما چی کاره ای، چقدر اطلاعات داری؟ میگه نه، من وقتی استخدام کردی بعد بهت میگم من چی کار میکنم. امکان نداره استخدامش کنه. شما میخوای ازدواج کنید با یه نفر، میگه شما مثلا تربیت رو چه شکلی میبینید، به عشق چه شکلی تصور دارید، آزادی ها رو چی میبینید؟ میگه نه، حالا وقتی عروسی کردیم بعد من بهت میگم. من فعلا میگم اعتقاد دارم به آزادی. خب این کافی نیست،
باید توضیح بده. به نظر من اصلاح طلبان آنچه را که فعلا توضیح میدهن دعواشون اینه، از زمان حجاریان هم شروع شده، تئوریسین اینها بوده، گفتن فشار از بالا پایین، عذر میخوام، چانه زنی در بالا، یعنی مردم فشار به قدرت حاکم بیارن، ما اون بالا چانه میزنیم. چانه سر چی میخوان بزنن؟ چانه میخوان سر قدرت، یعنی بخشی از قدرت رو داشته باشن. پس بنابراین مردم وسیله به قدرت رسیدن یه عده هستن. این یه دروغ بزرگه، زیر بارش نباید رفت. حالا اون کسانی هم که تحت نام سلطنت طلب، پهلوی طلب یا مشروط خواه، هرچی اسم خودشون رو جدیدن گذاشتن، اونها هم راه حل نمیدن. متاسف هستم، اصلا میگن که ما گول افغانستان و عراق رو نخواهیم خورد، 10 سال که بیایم سر قدرت فعلا اجازه نمیدیم انتخابات باشه. کسی که 10 سال انتخابات نخواد بذاره، یه پدر دیکتاتوری هم در آورده دیگه، یعنی بدتر از اون میشه. حالا آقای خامنه‌ای که تعهد سپرده، گفته من میایم، این همه هم گفتن آقا آیت الله است، با اون تعهداتی که سپرده اومده زیرش زده. وای به حالی که ما از روز اول خط نشان بکشیم که ما از لحاظ تاریخی باید یک تسویه حساب با اینا بکنیم. تسویه حساب چی میخوام بکنم؟ یعنی از فردا هرچی پاسدار و بسیجی و آخونده میخوام بکشم. ما کم کشته شده تو این وطن ما که یه عده تسویه حساب میکنم. به نظر من باید با مردم بسیار شفاف صحبت کرد و از حقوقشون دفاع کرد که این مردم یک اعتماد به نفسی پیدا کنن برای تغییر، بگن در فردای تغییر نمیان آدم بکشن، بلکه در فردای تغییر یه فضای آزادی به وجود میاد تا ماها بتونیم با همدیگه در کنار همدیگه بدون خشونت زندگی کنیم. امیدوارم پاسختون رو داده باشم، اگر نه بفرمایید تا باز توضیح بدم. ممنونم آقای گلزار. من فکر میکنم دقیقا، چون من چند وقت پیشم داشتم با یک، به قول شما، پهلوی طلب داشتم بحث میکردم در اتاق کلاب‌هاوس، دقیقا همین حالت. من فکر میکنم با همین شیوه جمهوری اسلامی ایران در یک قالبه، یعنی دقیقا همین شیوه است، فقط یه پوشش و یه پوسته دیگه داره. من و احساس میکنم که همین حالته، یک نظام سرمایه داریه، اون بالا نشسته، هیچ وقت هیچ آسیبی بهش نمیرسه، این ور یک نظام دیگه، یک قشر دیگه از مردم داریم که خب دائما در معرض آسیب هم یا من از بین میرن یا اصلا دائم در نوسان هم. درست. و خب اگر فشاری باشه بر همون قشر پایین میاد، اون قشر هیچ اتفاقی براش نمیفته، اتفاقا هر روز قدرتش هم بیشتر میشه. درست. من احساس میکنم که این اتفاق میفته و واقعا برای سلطنت طلب هایی که ادعای سلطنت طلبی هم میکنن همین باور رو دارن، ولی در یک قالب و یک پوشش دیگر و با همین عقیده و باور. این موضوعیه که من بارها گفتم بهشون و متاسفانه عملا هیچ چیزی بر اساس اون حقوق شهروندی رو بازگو نمی کنن. فقط همون چیزی که شما گفتید، چند تا اصل رو میگن، ما به اینها باور داریم، اینها رو که همین جمهوری اسلامی هم میگه ما به همینها باور داریم. بله. ولی در عمل واقعا متضاده. خب ابتدا خانم بیژن، اجازه بدید آقای پروته اگر اظهار نظری دارن یا صحبت دارن، بعد بپردازیم به سوالشون. آقای پروته بفرمایید. بله، بسیار سپاسگزارم. اگر جواب بدن، یکی در مورد بازنگری قانون اساسی سوال کردم که اصولا قانونی بود که بخوان قانون اساسی رو بازنگری بکنن که به رأی بذارن تو مجلس، چون اون مجلس هم که صحبتش شد اتفاقا خود جمع‌گذار گفتن که خیلی مجلس مردمی نبوده. بعدم یه سوالی الان برام پیش اومد که من صدای شما رو خیلی قطع شده دارم. پهلوی طلب ها موضوع میگیم که الان صدام خوبه؟ مردم میاد؟ بله بهتر شد. الان بهتر شد. باز میخوام الان صدام خوبه؟
بله بفهم. من عذرخواهی میکنم. بعد در مورد سوال اولم مشخص شد یا اینکه دوباره بگیرم؟ بله بله متوجه شدیم. آیا بازنگری قانون اساسی بله. در مورد پهلوی طلب بله سپاسگزارم. بعد در مورد سوال دومم که عنوان کردن یه ده پهلوی طلب و سلطنت طلب هستن، ما یه مسئله داریم میگن که آدم زنده وکیل وسیع نیاز نداره. من فکر نمی کنم خود آقای پهلوی چنین صحبت هایی باشه یا اصلا ایشون رو تایید کرده باشه که مثلا ایشون آقای پهلوی سخنگوی منه، ولی خب حالا بخیر یه سری سازمان ها هستن یه کارهایی میکنن. میخواستم ببینم که این صحبت ها رو به اسم اشخاص مشخصی زد یا نه. سپاسگزارم. ببینید آقای من، اگر که امروز یکی از شما عزیزان از طرف من بره یه حرفی بزنه، من حقمه تکذیب کنم، مثلا یه حرف اساسی باشه. شما آقای ویسی تو روزنامه سلام خبرنگار بوده، بعد اومده یه موقع خارج، خود ایران هم زده نشریه بزنه و بعد اومده خارج و رفته تو رادیو فردا. رادیو فردا سرمایه‌ش رو وزارت امور خارجه آمریکا میده، رفته اونجا 10 سال کار کرده، بعد برگشته رفته تو وایس آف آمریکا که عربستان سعودی خرجشو میده و سیاستشو اونها پیشه میکنن، اونجا داره کار میکنه، رئیس بخش خبره. پس آدم همچه ساده ای نیست که داره حرف میزنه. و وقتی خودش میگه ما با آقای رضا پهلوی صحبت کردیم، ما با همدیگه نشست کردیم، یعنی من با اوشون کاملا نزدیک هستم، و وقتی میگه ما یه عده‌ای هستیم با همدیگه چیز کردیم، یعنی صحبت و گفتگو کردیم، پس میخواد بگه ما یه گروه هستیم. اونجا هم تو اون اتاق اون شب که مثلا صحبت کردن در 14,000 نفر بودن، یکی نیومده بالا بگه آقا تو بی خود داری این حرفا رو میزنی، من اونجا بودم تو نبودی، یا تو چی کاره کردی. اوشون راجع به 6 ماده ای که قراص پناه به اصطلاح به وجود بیاد داره حرف میزنه. دوم که خب واقعیتش اینه که جامعه ایران رو از لحاظ اندیشه‌ای مقایسش کنید امروز با سال 57، الان 40 چند سال داره میگذره، یه تفاوت عمده‌ای کرده جامعه ایران از لحاظ رشد بخش تحصیل کردهش، اصلا امکاناتی که اینترنت در اختیار جامعه ایرانی قرار داده که رشد دیگری بکنن، نقشی که به خود میدن ایرانی‌ها در سیاست و تحول جامعه، خیلی تفاوت عمده کرده تا سال 57. خب نمیشه گفت که یه نفر میگه من دیگری که حرف میزنه اونجا نیان تکذیب کنم، بعدش که میاد میتونه بگه این حرفایی که ایشون زد تکذیب کنه. نه اتفاقا خوشحال بودن مطالبی که ایشون عنوان میکنه آقای ویسی مطالب درستی است، در صورتی که اون مطالبی که چندین و چند بار، نه که یک بار، تکرار کرد و تاکید میکرد رو تکرارش تا تو ذهنا بمونه، مسائل بسیار ابتدایی است در امور سیاست یک کشور، بسیار مسائل ابتدایی است. شما نگاه کنید الان انواع و اقسام کارهای مختلف شده، خب ایشون میتونه تکذیب کنه، چرا فرداش نمیاد تکذیب کنه اگه حرف درستی نیست. من میخوام بگم کلن، حالا اوشون هم که هیچ، آقای ویسی که اومده گفته هیچ، شما چه نوشته ای ما داریم از یه گروهی که اعتقاد داره من راه حل دارم، گروهای مثلا الان کرد ایران، اونها چه برنامه ای رو ارائه میدن؟ اونها هموطنان ما هستن، احزابی دارن که برنامه ارائه دادن، این برنامه ها رو باید دقیق و شفاف دید، مطالعه کرد و گفت که آیا توش هسته عقلانی هست، برنامه راه حل میده یا نه. اکثرا حتی اون شورای گذار که اومده برنامه داده 10 تا اصل داده، 10 تا اصل یه چیزای بسیار ساده و ابتدایی است، گفتن میگن بقیهش وقتی رفتیم ایران. نه، یه جمعی که میخواد یه کار سیاسی بکنه باید از امروز برنامه‌اش ارائه بده، در زمینه اقتصاد میخوام چه کنم، اجتماع چیکار کنم، فرهنگ چیکار کنم، امور سیاسی رو چطوری اداره کنم، چه نوع قانون اساسی با چه محتوایی پیشه میکنم، و فردا با کیا میخواین انج کار انجام بدید. امروز شما باید پیشنهاد بدید جامعه بگه که قبول دارم یا ندارم، اون حق انتخاب مال جامعه است. بفهم.
خانم بیرجندی. گلزار، من خودم هم یک سوالی داشتم. الان من دارم میبینم اکثر اپوزیسیون ها ببخشید اگر صدای من نه خوبه، صدای شما اکثر اپوزیسیون ها خودشون حتی چه در ایران چه در خارج از ایران اصلا سلاحشون شده حقوق شهروندی و اینکه شعارشون اینه، ولی در عمل می‌بینیم که خب با واقعیت خیلی تضاد داره، چون که خب در اصل اون که بحث دموکراسیه ما می‌بینیم اصلا عملاً دارن یه چیزی رو قالب می‌کنن و خیلی متفاوته با دموکراسی، خیلی فاصله داره. اینکه شما بگید ما تابع دموکراسی، ما مردم انتخاب کنن، ولی از اون بر خب یه چیزی رو دارن قالب میکنن، یعنی به زور دارن این رو میگن شما اینو بپذیرید ولی خودتون انتخاب کنید. در از الان ما با یه جامعه این شکلی مواجه شدیم. خب این عملا یک تضاد بزرگ با حقوق شهروندی، با دموکراسی و یک چیزی که الان شاهدش هستیم. این از این و خب ما الان میگیم تمام اپوزیسیون ها دارن شعارشون حقوق شهروندی ها حقوق بشره، این یه چیز واقعیتیه، ولی اینکه کدومش به واقعیت نزدیک باشه خب خیلی فاصله داره و خیلی متغیره. اما من یه سوال من داشتم، اینکه خب این الزاماتی که حقوق شهروندی داره چه الزاماتی میتونه داشته باشه که این حقوق شهروندی برای افرادی که در جامعه ما الان دارن زندگی میکنن و فقط از حقوق شهروندی، شاید به فقط معنای خود حقوق شهروندی رو بدونن، ولی اینکه چه اصل و اصولی باید داشته باشه واقعا شاید اطلاعی نداشته باشن و این باعث میشه که هر کسی قشنگ بتونه این حقوق شهروندی رو شعارش بده و تبلیغش کنه، ممکنه اون برنده باشه در فردای بعد از گذاری، حالا در دگرگونی انقلاب دیگر یا هر چیزی که اسمش بشه گذاشته. من میگم که این چه الزاماتی میتونه داشته باشه این حقوق شهروندی، این مهمه که مردم بدونن. ضمن این که خب اگر اجازه بده خانم بیرجندی هم سوالشون رو بپرسن، بعد در خدمت شما باشه. مجددا سپاسگزارم. جناب گلزار، حالا البته باز من این حرفم تایید بر اون شخص یا اون جایی که هستن نیستش، فقط میخواستم اینو بدونم که میدونم در جریان هستین که حالا شخصی هست که ادعا میکنه که قانون اساسی نوشته و در واقع حتی دست اینطوری بگی من بهتره، دست همراهی و همکاری به دیگر اپوزیسیون ها هم دراز کرده و بارها هم من حالا شنیدم، میگم بازم من تایید نمی کنم اون شخصو، که یه اتحادی باشه، یک در واقع شورای عالی انقلابی انجام بدن و بشنن این قانون اساسی رو حالا بهش بپردازن، کمش کنن، زیادش کنن به این صورت. میخواستم مثلا در مورد این که حالا گفتن راه کار ندادن، خب یه شخصی هم که حالا به این صورت اگه با یه قانون اساسی آمده اونم باز در واقع بایکوت میشه، اینجوری که حالا من میبینم و میشنوم. خدمتون عرض کنم که الزامات حقوق شهروندی که گفتید رو، چون قرار ما بر این شده که من جلسه اول با شما عزیزان صحبت کنیم راجع به اینکه آیا در چارچوب جمهوری اسلامی حقوق شهروندی رو میشه ممکن کرد یا نه، که این امروز به اون پرداختیم. حالا در جلسه آینده که به همین موضوع میپردازیم، چون قرار مهم بوده، من میپردازم به اینکه چه سامانه رو باید پیشنهاد کرد که در اون سامانه چه حقوقی رو به عنوان حقوق شهروندی پیشنهاد میکنه و اون رو به عنوان پیشنهاد با شما مطرحش میکنیم و توضیح میدیم حقوق شهروندی چی هست، چه مختصاتی داره، از چه حقوقی باید برخوردار بشیم، نقش شوراها چگونه است و غیره. این دو پیشنهادیست که اگر اجازه بدید در اون موقع بهش میپردازیم که بشتونیم مفصل صحبت. اون مطلبی که شما میگید، بله، آقای فخرآور نظر داره که من یک قانون اساسی نوشتم و این قانون اساسی که من نوشتم
پیشنهاد میکنه بیاید هم همه با هم جمع بشید. اول اینکه ایشون اعتقاد نداره که همه با هم جمع بشن، این باور منه. و دوم اینکه قانون اساسی که ایشون نوشته، چون من قانون اساسیشون رو خوندم، باید بخونید ببینید چی رو میگه. این یه شکل پیشنهاد میکنه، اون محتوا مهمه. شما میگید که یه ساختمان میخوایم بخریم، مبله، میگیم مبلمانش چیه؟ میگه که حالا مبلمانو نمیگم. خب شما ساختمانو دارید با مبلمانه براتون از همه مهمتره، اتفاقا په ساختمان براتون مهمتره. براتون خیلی مهمه لوله کشیش چی بوده، سیم کشیش چی بوده. همونطور علکی که یه شکل نمیخواید بخرید که بگن نه این یه ساختمانه بخرش. ایشون یه شکل پیشنهاد میکنه، این شکل رو هم رفته از سیستم آمریکا خیلی اقتباس کرده، سیستم نوع مدیریت، و بعد میاد یه سری پیشنهاد باید میده، این شکلی باشه اون شکلی باشه. نه، اون مسئله رو حل نمیکنه. مام یه قانون اساسی پیشنهاد کرد، در این قانون اساسی که پیشنهاد کردیم 248 اصل فقط میپردازه به حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق طبیعت ایران، حقوق اقوام ایرانی و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی. اول این اصول رو میشماره، بعد متناسب با اون میگه مدیریت قوه مقننه باید چه شکلی باشه. بعد تازه ما یه مجلس اضافه پیشنهاد میکنیم، میگیم یک مجلس مجلس استانها باید به وجود بیاد که این مجلس استانها دو کاندید میدن، اینها میان تو قسمت عمران و بخش اقتصادی شرکت دارن که قسمت های محروم کشور توسعه پیدا کنن. نقش شوراها، که شوراها در مناطق مختلف چقدر نقش دارن که بیان در مدیریت کشور. خب اینا در اون قانون اساسی که ایشون نوشته که اصلا نیست، حرف از مدیریت و حرف از اینکه تغییرات ساختاری بدید نیست. خب به ظاهر شما میتونه بگی که سپاه پاسداران نباشه. و سپاه پاسداران میگه ما 200,000 نفریم به اضافه خانواده هامون 1,000,000، میخواد با ما چیکار کنه؟ شما باید یه نقشی بدید به ارتش، بگید یه ارتش ملی داریم که در این ارتش ملی بخشی از سپاه پاسداران در او ادغام میشود با یک مدیریت جدید، نه که رهبریش دست ولی فقیه باشه فردا بگیریم بدیم دست یک شخصی به هر اسمی، پادشاه باشه غیر، نه، اون مدیریت مستقلی پیدا میکنه. با بقیه میخواد چیکار کنه؟ با بنیاد مستضعفین چیکار میخواد بکنه؟ یکی از بزرگترین شرکت‌های اقتصادی جهانه، 15 تا وزارتخونه داره بنیاد مستضعفین. با این چه میخواد بکنه؟ باید بهش نقش بدید در دولت چه نقشی پیدا میکنه از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. نه اینکه دو مرتبه این بنیاد پهلوی بوده، اومدن اسمش عوض کردن، کردنش بنیاد مستضعفین. 6 تا بنیاد درست کردن، همه رو کردن تو شکم این. خب بنابراین باید تغییر ساختار پیدا کنه. اینا به چه دلیل؟ پولش کجا میره؟ مالیات هم نمیدن، چیز هم نمیدن، برای اینکه بودجه رهبری است برای ماندگاری بر قدرت. اینو باید از دستش بگیری، در کشور اینو پخشش بکنی، یعنی دو مرتبه به هر وزارتخونه نقش پیدا بکنه در این سهامی که اینا دارن. با حوزه علمی قوم میخواد چیکار کنه؟ اصلا حرف میزنه ایشون راجع به حوزه؟ فوش دادن که کاری نداره، مگه میشه در فردا ایران بیای به هر کی بخوای فوش بدی؟ که حوزه علمیه که بزرگترین سهامدار زمین از در کشور و قدرت اقتصادی بیش از حد داره، چه کار میخواد؟ باید براش راه حل بدی، امروز راه حل بدی، نه که فردا من میام راه حل میدم. فردا میتونید با آخونده بره به توافق برسید، بگید حالا فعلا 5 سال اول از تون مالیات نمیگیرم، کارتون رو بکنید. میتونن بگی نه، شما حق ندارید، این رو میگیریم میدیم به وزارت اوقاف، اونها رسیدگی میکنن، از این به بعد باید مالیات بدن، نقش پیدا کنه، شفاف بشن شرکت هایی که دارن. خب اینا همش سواله. در اون قانون اساسی که ایشون پیشنهاد میکنه هیچی نیست. همه با هم برای چی؟ سوال اینه. شما به شما بگم شما با تمام کسانی که در شهرتون هستن ایرانی ها دوستی کنید، شما میگید من با هر کسی که نمیتونم دوستی کنم، عقیدهشون، نظرشون، مرامشون باید با من جور در بیاد. شما با کسانی میتوانید همکاری سیاسی بکنید که سر اصول به توافق برسه. من شخصا با کسانی میتونم همکاری کنم که اعتقاد به آزادی ها داشته باشن، اعتقاد شدید به استقلال وطن داشته باشن، به استقلال انسان ها داشته باشن، اعتقاد داشته باشن به حقوق انسان، به حقوق طبیعت ایران.
اگه نداشته باشه فردا میاد میگن جنگلا رو ببرید، میگه خب حالا ببرید ولی یواشکی ببرید. نه، بناست که نبرم، بناست که کشور رو عمران کنیم. خب اینها شما ببینید چه نوع مقالات اینها نوشتن. خب از آقای رضا پهلوی و اطرافیان شما دوتا مقاله بخونید که ببینید چه راه حل بدهند. از آقای فخرآور راه حل بده. آقای فخرآور راه حلی نداره برای معضلات کشور، حرف میزنه. و من اعتقاد ندارم. ما هم یک قانون اساسی نوشتیم. شما شورای متحد چپ رو برید نگاه کنی، 20 سال پیش یک قانون اساسی نوشته به تناسب فدرالیست در مثلا شکل مدیریتش مثل مدیریت آلمانه، ولی خب خیلی پیشنهادات حقوق بشری هست، نقش شوراها رو خیلی پررنگ دیدن، اونها رفتن کار کردن. قانون اساسی که ما پیشنهاد دادیم 3 سال ما بیش از 20 نفر روش کار میکردیم، هفته 2 جلسه. به این سادگی انجام نگرفته که شما بگید من نشستم. آقای فخرآور اولین بار که من شنیدم گفت که هنوز کلاب هاوس درست نشده بود، گفت من نشستم یک قانون اساسی نوشتم بر اساس قانون اساسی آمریکا که این رو پیشنهاد بدیم جامعه. خب اینا که نمیشه که، هر کسی هم با هر کسی کار نمیکنه و شوخی هم نیست که یک کسی بگه که خب اگه آقای رضای پهلوی نمیخواد شاه بشه، من پدر بزرگم نمیدونم فامیل بوده با رضا شاه، من شاه میشم. اینکه یا اینکه من میخوام بشم رئیس جمهور، بنا نیست کسی رئیس جمهور بشه، بناست این وطن از این موزلی که داره در میاد، از این بدبختی، این رحم به گونه در میاد که انسان ها احساس مسئولیت میکنن. چه شکلی؟ بهشون بگی شما مسئول هستی، دستشون رو بگیری بیاریدشون در صحنه تحول کشور. دروغ بزرگی است اگر کسی بگه من با قدرت خارجی میتونم به ایرانی ها دموکراسی بدم. امکان نداره با قدرت خارجی بشه دموکراسی داد. دیگه دو نمونهش کنار دست ما هست، عراق این بر ماست، افغانستان بر. امکان دموکراسی رو مثل که من بگم که من به شما دکترا میدهم، آیا واقعا شما دکتر میشی؟ نه، علم رو شماست که باید بیاموزید، دموکراسی رو انسان ها هستن که باید تجربه کنن و خود رو بسازن، لذت ببرن که من انسان مسئول هستم، من انسان توانا هستم. و این رو به این مردم ایران کمتر تو این 100 سال گذشته گفته شده. هی گفتن ایرانی ها یه آفتابرم نمیتونن خوب بسازن. و چند دفعه باید این جمله رو آدم بشنوه؟ چقدر باید ما تحقیر بشیم؟ از دست آخوند تحقیر بشیم، از دست غیر آخوند هم باید تحقیر. یه دفعه باید باور به خود پیدا کنه که ما توانا هستیم. من شخصا خودم رو انسان بسیار توانا میدونم. چرا باید ناتوان خودم رو بدونم؟ معلومه آنچه را هم که نمیدانم میرم یاد میگیرم و از یاد گرفتنم اصلا نمیترسم و لذت میبرم که با نسل جوان میشود ایرانی رو ساخت. ادعای قدرتم نداریم. این هم هست. حالا امیدواریم که این تحول رو هر چه زودتر ممکن کنیم، ما در وطن همدیگر رو بیشتر ببینیم و با هم اونجا گفتگو کنیم. ممنونم از شما آقای گلچین. شما خانم بجندی اگرم شما هر موقع رو مناسب دونستید دو مرتبه اعلام کنید برای اون جلسه بعدی تا اون مختصات حقوق شهروندی در چارچوب یک جامعه حقوق مدار چگونه باید باشه رو اون رو بتونیم مورد گفتگو قرار بدیم، پیشنهاد خود ما و جمع ما رو به این که چه جامعه باید داشته باشیم با چه مختصاتی که مطرح هم شد، اون رو آقای پرویزی گفتن اون رو بعد با هم به گفتگو بنشین. ممنونم از شما آقای گلزار. آقای منیری هم دستشون بالاست. آقای منیری در خدمتتون هستیم، بفرمایید. مرسی. اول از همه خدمت از بنده هست، بعد من از آخر میام. اول این موضوع قوانین پیشنهادی، حالا اتفاقا من نظرم اینه که حالا اگر قرار راجع به این مسئله صحبت بکنیم، اون قانون اساسی پیشنهادی آقای فخرآور هم باز یه مروری داشته باشیم، ببینیم کجاها گپ داره، کجاهاش مشکله. خب آدم دیدش نسبت به قوانین مختلف باز میشه. بعد یه موضوعی من الان نمیدونم دچار کج فهمی شدم، اونم این که ما قانون اساسی رو با برنامه برای مدیریت یک کشور باید یکی بدونیم. شما به جزئیات مثلا راجع به یه سری جزئیات حتی صحبت میکنید که من میخوام بدونم اینها رو واقعا توی قانون اساسی مشخص میکنن
یا نه توی برنامه های بعدن و بعدی و آیین‌نامه ها. و اینکه ما باید از اپوزیسیون حالا از اتفاقا حالا این همیشه یه سواله، اپوزیسیون صرفا باید برنامه داشته باشه؟ یعنی یک نفر که مخالف جمهوری اسلامی هست حتما باید یک برنامه مشخصی باز در کنارش آلترناتیو داشته باشه که ما این رو اپوزیسیون محسوب بکنیم یا خیر؟ و باز هم عرض کردم انتظار زیادی نیست که حالا از گروهک‌های مخالف، از گروه‌های مخالف انتظار اینو داشته باشیم که حتما یک قانون اساسی ارائه بدن، حتما یک برنامه دقیقی ارائه بدن که ما بخوایم حالا اونها رو به عنوان اپوزیسیون محسوب بکنیم. مرسی بابت وقت من دادید. اول میپردازم به مسئله خود قانون اساسی. قانون اساسی یک بستر میده به یه جامعه که این جامعه بر اساس او قوانین موضوعه، یعنی قوانینی که وضع میشوند در قوه مقننه که مجلس باشه و در قوه قضاییه به تناسب اون قوانینشون رو بتونن تنظیم کن. اگر در یک قانون اساسی بیاد بگه که خب انسان رو میشود اعدامش کرد، بنابراین دست رو باز گذاشته برای هر نوع مجازات های دیگه که خشونت توش هست مثلا بگیری. اما اگه بیاد نفی بکنه و دقیق و شفاف بکنه، قوانینی که در آینده میخواد وضع بشه متناسب با اون نمیتونن هر کسی هر کاری بخواد بکنه. قانون اساسی خیلی مهمه. مثلا در قانون اساسی برفرض در آلمان هر وقت هر اتفاقی میفته، مثلا جنگ اوکراین هست و دادن اسلحه، به استناد قانون اساسی میان حرف میزنن. اگر یک اتفاقی در آلمان بیفته، مثلا باز چون در آلمان هستیم و میگویند که این قانون، این پیشنهاد یا این قانون کار درستی نیست، اون رو ارجاع میدن به دیوان عالی کشور که به تناسب قانون اساسی بسنجه آیا این مشروع هست این کاری که میخوان بکنن یا نه. پس بنابراین قانون اساسی خیلی مسئله اساسی است، مو نباید لا درزش بره. چرا میگیم که در قانون اساسی مثلا جمهوری اسلامی در فقط اصول پایش که میاد این بند این بند این بند توش مبهمات هست، برای که با این مبهمات هر کاری بخوایم میتونه بکنیم. اما اگر که بگیم که اپوزیسیون میخواد به این مردم بگه که آقا من میخوام یه کاری انجام بدم، وضعیت اقتصادی شما رو خوب بکنه، راه حل دارم براش، چه شکلی باید بده؟ فقط گفتن که راه حل دارم که مشکل حل میکنه، باید یه برنامه بده، یک راه حل رو پیشنهاد کنه که متناسب با اون بگیم این برنامه میتونه راه حل وطن ما باشه یا نباشه. یعنی اقتصاد رو میتونیم درستش بکنیم با این پیشنهاد یا نمیتونیم، یا وضعیت بدتر خواهد شد. پس بنابراین در زمینه اقتصادی باید راه حل بدهد که باید بدهد. در وضعیت سیاسی کشور چه میخوان انجام بدن؟ باید راه حل بده. حالا قانون اساسی هم اگه ننوشته باشه و نداشته باشن آدمهایی که بنویسن، حداقل برنامه برای زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور باید بده. چگونه میخواهد وضعیت اجتماعی ما رو متحول بکنه از این استبداد، ما برویم به طرف یه دموکراسی، یا اینکه نه، پیشنهاداتش به ما نشون میده که اینا میخوان یه کاری بکنن به قدرت برسن، ما از استبداد به استبداد دچار بشیم. اگه نده در ابهامات که نمیشه کاری کرد، که باید راه حل بدهن. اگرم میگه من آدم ندارم، برنامه ندارم، این اسمش اپوزیسیون نیست. من که اول خودم رو اپوزیسیون نمیدونم، من خودم رو بدیل میدونم. اپوزیسیون یعنی اپوزه نظام. شما در یه سیستمی مثلا اصلاح طلبا اپوزیسیون نظام، در اون چارچوب میخوان یه تغییرات داده بشه، من خودم رو بدیل این نظام میدونم، میگویم تمام ساختارهای نظام باید تغییر ساختار بده متناسب بشون با حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق شهروندی و غیره، تناسب پیدا بکنن. و راه حل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که میدی تناسب داشته باشه با این حقوق.
اگه ندید که جامعه شما میخواد تصمیم بگیره، تصمیم به چی بگیره؟ تصمیم به ابهامات در یه دنیای تخیلی بگه خب حالا انشالله گروه است مثلا به فلانی اقبال میکنیم ببینیم چه میشود. نباید راه حل بده و شفاف راه حل بده. حالا ما در کانون دفاع در حقوق بشر که ما هستیم یه زمانی در هانوفر یه جلسه گذاشتیم. اون موقع یه اتاقی بود در اون بتن لاگر که درست میکردن، اونجا دور هم جمع میشدیم، میمدیم هر ماهی یه دفعه، دو ماهی یه دفعه جلسه. آقای شفاهی هم محبت کرده بودن یک هموطنی رو هم دعوت کرده بودن که ایشون بیاد اونجا اونم صحبت کن. اون به مناسبتی که در کانون دفاع از حقوق بشر هست گفت من فکر میکنم حقوق بشر خیلی چیز خوبیه، به وسیله این ما میتونیم خوب تو سر این نظام بزنیم. اما خب حالا وقتی افتاد بعد هر کاری خواستیم چه کرد؟ من جمله یادم نمیره. آقا حقوق بشر که وسیله نیست که، چماق که نیست که. حقوق بشر یه روشیست برای زندگی کردن که آدم اموراتش خوب بدون خشونت ممکن کنه، در ضمن امکان رشد پیدا کنه، شکوفایی پیدا کنه، دوستی با دیگری پیدا کنه. حقوق بشر برای اینه، برای چیز دیگه که نیست که. من به حقوقم عمل کنم تا یک انسان دیگری بشوم، یک انسان خوبتری بشوم، رشدیابتری بشوم. حالا اومده بود اونجا به عنوان کسی که خودشو مخالف این نظام میدونست، میگه این خوب وسیله ایست. آدم واقعا تعجب میکنه. حالا اون کسانی هم که میان شعار میدن، مردم که وسیله نیستن که. نه، شعار داده میشود، متناسب با شعار باید راه حل بدن و اگر ندن باید شک کنید. من بچه بودم، مادرم فرستاد منو برو یه هندونه بخرم. وقتی رفتم هندونه بخرم به هندونه فروشه گفتم که آقا این هرچی هندونه میخواست کارد میذاش چاک میزد، میگفت به شرط کارد که ببین توش قرمزه. تا اومدم بگم به شرط کارد نمیخوام، با شرط کارد پاره کرد. بهش گفتم که من نمیتونم اینو ببرم. بعد میکردم تو زنبیل میشم سر کولم، گفتم آب هندونه ها میریزه رو من، من تا خونه نمیتونم نبرسونم. یه دونه از اونا که بسته است، گفت ما هندونه بدون شرط کارد نمیدیم، که بعد نیایی بگی که این هندونه قرمز نبود. کار سیاست و همه امور اقتصادی هر چیزی که هست به شرط کارده، باید شفاف باشه، باید برنامه داشته باشه. بدون برنامه من خودم رو بدیل نظام میدونم. با یه جمعی میگم ما مسئول هستیم که برنامه بدیم. حالا شاید در یه اموری مثلا بگیم که اینجا برنامه‌مون ضعیف‌تره، بر فرض بگیم کودکان کار، میشینیم تحقیق میکنیم متناسب با اندیشه که داریم راه حل میدیم که این بچه ها باید چگونه وضعیت، چون از این موقعیت بسیار بد به یه موقعیت خوب و حقوق مدار که حق کودکشون برآورده بشود اینها برنامه بدیم. حالا میتونن یه ده متخصص بیان کامل ترش کنن، ولی باید راه حل داشته باشه، نمیشه بدون راه حل برخورد. اینه که اون قانون اساسی ننویسند، حد اقلش اینه که برن قانون اساسی دیگران رو بخونن، بیان بگن نظر ما چیه، چه پیشنهادی میکنن بقیه. نمیکنن، در ابهامات هم حرف میزنن. آقا اومده میگه ما 8 از این، یکی از این گروه ها چند وقت پیش میگه من نشستم یا آخر هفته وقت گذاشتم 8 بند نوشتم، میخوام 8 بند رو بیان کنم. 8 بند رو خونده، اصلا من تعجب میکنم. آخر هفته احتیاج نداشته که، یک ساعت میتونی بشینی 8 رو بنویسی. اینا شعاره، محتوای این شعار مهمه. مثلا من میگم زن کرامتمند است و ما و زنان ایران را دوست می‌داریم که خوشبخت بشوند. خب خوشبختی چیست؟ کرامتمندی چیست؟ این زنان ایران چه شکلی می‌خواد؟ بناطق مختلف چه شکلی می‌خواد باش برخورد بکنی؟ این زن هزار جا نقش داره، این چه نقشی می‌خواد بخواد؟ این هم با یه دو جمله مسئله تموم نمیشه. من فکر کنم که اگر شما موافق باشیم بقیه گفتگوها رو بذاریم برای جلسه. اگر سوالی باشه من سعی میکنم کوتاه هم پاسخ بدم، چون ممنونم آقای گرزار عزیز. آقای سبزیان دستشون ابتدا بالا بود. بله بالا بود، الان نیستنشون، یک دفعه دیگه ندیدم آقای سبزیان. آره، من اجازه به سوالشون رو بپرسن و بفرمایید اگر که
شما پاسخ بدید و سعی می‌کنیم سریع جمع‌بندی کنیم که بیشتر از وقت شما رو هم نگیریم. بعد من رو افکایی میکنم، من گوشیم زنگ کنم. صداتون بد شد آقایه. الان صدای من هست؟ آقای سبزیان یه مقدار بلندتر صحبت کنید بهتر. الان صدای من هست؟ بله بله. باید خواهی میکنم، من گوشیم زنگ خورد، مجبور شدم پاسخ بدم. صداتون اصلا نمیمون. الان صدای من نیست؟ آقای گرزا شما صدا دارید؟ الان؟ الان صداتون اومد اگه. بله، بفرمید آقای سبزیان بفرمید. الان صدای من هستی درسته؟ بله بله بفرمایید. اوکی بسیار. من سوالی که داشتم سوالم خیلی ساده است. من خاطرم از بکنم سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، صحبت میکردیم با آقای گلزار توی یکی این جلسات بودیم. آقای گلزار فرمودن که خود آقای خمینی هم وقتی فرانسه بودن جوری صحبت میکردن که من خاطرم خیلی قطع و بس میشه، من ننشتم صدای من قطع بست میشه. آقای گلزار فکر کنم از اینترنت شماست چون که تصویرتون هم یکم قطع بست میشه هر از گاهی. من الان صدای منو دارید آقای گلزار؟ خب ظاهرا صدا ندارن آقای گلزار. آقای سبزیان شما سوال سینه بار بفرمایید. من بنویسم و حالا باز مجدد تکرار نکنم. خب یا میخواید حالا دوستان، چون من از خود شخص آقای گلزار سوال داشتم، من فکر کنم یادشون بره و اینکه چون یه سری موارد خودشون من یادم سالی پیش فرمودن که یکی از صحبتایی که شد این بود که خود آقای خمینی وقتی که توی پاریس بودن و تو فرانسه بودن اگر اشتباه نکنم خیلی حرفای خیلی خوبی میزدن و اینکه من خاطرم از آقای گلزار با این جمله هم گفتن که اصلا از مهاتما گاندی هم شاید بالاتر باشه این کاری که ایشون میخوان بکنن در ایران، اینجوری که خاطرم هست دقیق. و وقتی اومدن و حالا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم که الان ما داریم خیلی چیزاش، حالا من قبول دارم اصلا مخالفش هستم، ولی یه سه چیزاش واقعا درسته ولی عملیاتی نمیشه و بهش عمل نمیشه. این چه تضمینی وجود داره که الان به شخصه خیلی افراد میان حالا بهترین قانون اساسی حالا میگیم دنیا رو هم می‌نویسن و میون، چه تضمینی وجود داره که این بخواد عملیاتی بشه بعداً؟ یعنی که نیام بزنن زیر قضیه همه چی بگن که آقا چه تضمینی وجود داره، وگرنه که منم میتونم حالا بیام بشینم خیلی صحبت قشنگ بکنم، شعار بزنم. واقعا جامعه ایران به نظر ما، حالا حداقل به نظر من، حداقل ما نگم از خودم بگم، شعار زده شدیم، خسته شدیم از بس که شعار شنیدیم و اینکه فقط صحبت، فقط هیچ عملی ما ندیدیم. حالا من به شخص خودم شعار زدم، یعنی هر شخصی میاد هر حرفی رو میزنه میگم باش دیگه ادامه نمیدم، باش بحث میکنم و دوست دارم نمیدم واقعا چجوریه، چجوری میشه فهمید واقعا این چه تضمینی وجود داره و یعنی که خب شما هم خودتون 100% میدونید که هر کسی میتونه هر صحبتش رو بکنه، چه تضمینی وجود داره. من بله مسئله تضمین آقای سبزیان خیلی سوال اساسی درستی کرد. اون که در رابطه با خمینی هم گفتم، حالا یادم نمیاد که با گاندی مقایسش کرده باشم، ولی چون هر کدوم یک نوع عمل کرده خاصی داشتن، ولی خمینی خب تعهد سپرد. خیلی فرق میکنه، شما بگید که آدم ها در یه جایگاه خاصی هستن یک تعهدی میسپارن، مثلا زناشویی یه تعهدی نسبت به هم میسپارن. خب یه آدمی که تو خیابون داره میره، اگه اون تعهد بسپاره تو اون چارچوب خانواده نیست که تعهد بسپاره. آقای خمینی من چه قبول کنم چه شما قبول کنی نکنی، ایشون آیت الله بوده. به عنوان یک آیت الله که در فقه شیعه حرفش دوتا نباید باشه، زیر تعهد خودش نباید بزنه، وقتی قول میده باید عمل کنه، آقای خمینی تعهد سپرده، نه یه دفعه نه دو دفعه، هر روز تکرار کرد 19 اصل رو از 20 اصل که بهش پیشنهاد شده تکرار کرد، راجع به استقلال ایران، حقوق مردم ایران، آزادی های مردم ایران. اصل عفو عمومی که اعدام نکنید رو
گفت میرم تو ایران میگم. اما خب از پلکان هواپیما که اومد بردنش به بهشت زهرا، گفت من تو دهن دولت میزنم، دولت تعیین میکنم. قرار نبود ایشون این کارو بکنه. گفت. حالا اکثریت گفتن عجب انسان قاطعی است، هنوز نرسیده، چه واقعا سفت و محکم حرف میزنه. متاسفیم اینطوری شد آقای خمینی. اما میگیم چه شکلی اعتماد بکنیم به آدم هایی که شعار میدن؟ درستم هست، به گذشتهشون باید دقت کرد، چه آدمی بودن، چه کارهایی کردن، چقدر نقص و مثلا ضعف و قوت داشته. این یه شخصیت دیگه بررسیش میکنم. خمینی رو هم خیلی بررسی میکردم، میگفتن یه آدمیه که اهل پول نیست، یه آدمیه که یه زن تو زندگیش بیشتر نگرفته، یه آدمیه که به عنوان روحانی خیلی کمک زنش میکنه تو خونه، آدمی نیست که یه جه بشینه، بسیار آدم ساده زیستی هست. و اینا خب واقعیتش هم همینطور بود، ولی وقتی به قدرت رسید، قدرت دیگه ساده زیستی و اینا سرش نمیشه. اونجا نشسته اون بالا میگه خفه، همه باید سکوت کنن و این کارو میکرد. اینکه در بعد و ورور آقای خلخالی رو انتخاب کرده برای اینکه ایشون بره دادگاه های انقلاب و سرپرستی کنه، آدم بکشه، هیچ کسی این تصور نمیکرد. حتی بعدش هم قبول نمیکردن که آقای خمینی اینو گفته. بعد آقای خلخالی اومده خاطرات نوشته، حکم آقای خمینی رو آورده که پیشنهاد داده بهشون. آقای یزدی چی؟ یه طرح محرمانه ای داشتن که به آمریکا، یا اگر ما بیایم منافع شما رو حفظ میکنیم. این طرح محرمان رو هیچ کس نمیدونسته، آقای یزدی میدونسته و آقای خمینی، حالا شاید احمد آقای خمینی هم میدونسته، هیچ کس نمیدونسته. واقعا به گناه نباید برای بقیه نوشت که چرا شما نمیدونسته. آقای یزدی اگه تو خاطراتش هم نمیگفت کسی نمیدونست، اصلا تمام میشد قضیه، رفته بود. اعتماد رو به گذشته آدم ها اعتماد میکنن، به عملکرد آدم ها نگاه میکنن، به برنامه آدم ها نگاه میکنن. و یکی به عنوان شخصیتی که میخواد بیاد بگه من اپوزیسیون هستم یا بدیل نظام هستم، به کسانی که با او همکاری میکنن نگاه میکنن. این آدم ها گذشته شون چی بوده؟ تا دیروز طرفدار اصلاح طلبی بودن در ساختار همین نظام، حالا شدن طرفدار یه نفر دیگه. خب این خیلی آدم عجیب و غریبه. شما چطوری میتونه تا دیروز اونوری باشی، حالا اومدی زد این و اونور شدی؟ بعد گذشته هاشون رو نگاه میکنه، یکیشون رفته با سناتور آمریکایی ازش میخواد که در آینده ایران اجازه بدید ما این منطقه رو جدا کنیم، اون یکیشون رفته با صدام مثلا بندوبست کرده بر ضد وطن، اون یکی از عربستان سعودی پول گرفته رفته شد. خب اینا گذشته هاشون، آدم خیلی باید حساس باشه. میگن کوهنوردی پایین کوه ساده است، شما عکستون هم توی طبیعت گرفتید و وسط برفا، پایین کوه راحت، ولی به مقداری که شما از کوه میرید بالا میرید بالا، باید تمام حواس به سر جمع باشه، کوچکترین لغزش میفتید پایین. و کسی که میگه من کوهنورد هستم رفته بالای کوه، با هلیکوپتر بردنش یا خودش رفته، برنامه داره، راه حل داره، تز داره، با چه کسانی هست، این مجموعه حداقل نشون میده که اینها چی میخوان. دومی که هدف اینها چیست، اگر هدف اینها حقوق مداریست، این یه نوع هدفه، یا هدفشون رسیدن به قدرت هست و سر کله کردن آقای سید علی خامنه‌ای. اگر قدرت باشه یعنی شما ساختار رو نگه میداری، آدم ها عوض میشن. نه، قرار ما این نیست، قرار ما اینه که ساختار عوض بشود و آدم های متناسب با ساختار جدید بیان مدیریت بکنن کشور رو، تغییر بدهیم. حالا مثلا در آلمان چه میکنن؟ ساختار سر جاشه، تکون نمیخوره، چون نیاز نیست، دموکراسی شده. ولی مثلا خانم مرکل که میاد، نفر بعدی که میاد اونجا، اون میره اون میاد، این یک سری وزرایی میاره که این وزرا به تعهدی که به مردم سپردن، برنامه‌ای که دادن، وفادار باشن، وضعیت اقتصادی مردم خوب کنن. مثلا آقا خانم مرکل یه وزیر دارایی آورد، 8 سال وزیر بود، روز آخری که رفت به مردم آلمان گفته بود من در دوران وزارتم بدهکاری دولت آلمان رو به خارج صفر میکنم، و صفر کرد و رفت. این قابل تقدیره، این اون کابینه نشون
نشون میده که کارن خارجشون خوب انجام میدن. اگر ندادن بهشون ایراد میگیرن. ولی ما هنوز تو موقعیت نیستیم که مردم در اون انتخابا شرکت کنن. یه عده میان ادعا دارن ما میتونیم وطن رو نجات بدیم. پس باید به ادعاشون نشون داد. خودشون چه کارن؟ آدمایی که اطرافشون چه کارن؟ گذشتهشون چطوری بوده؟ برنامه‌هاشون چه تناسبی داره؟ با قدرت و عدم قدرت. و اینها آیا با خارجی زد و بند دارن یا ندارن؟ چون اگه با خارجی زد و بند داشته باشی به او تعهد سپردی اگر من بیام خب حالا شما یه سهمی دارید بذارید ما بیام. نه، قرار بر این نیست که مردم ایران نفله بشن برای که یه دمخوان به قدرت بیشتر برسن. امیدوارم که به شما آقای سبزیان عزیز و گرامی پاسخ داده باشم، اگر نه که توی موقعیت دیگه. ممنونم آقای گلزار. آقای گلزار دست دو نفر از دوستان دیگه مون هم بالاست. من خواهش می‌کنم اگر سوالتون کوتاه‌تر و جوابش این دو نفر که تمام شد، چون منم یه کاری دارم بعد از این دیگه، چون دو ساعت شد اتاق. چشم، اگر سوال و جواب کوتاه لطفاً بفرمایید، اگر نه میتونیم در برنامه‌های بعد حتما به این موضوع بپردازیم. آقای خلوته از سری قبل دست شما بود، آقای منیری، بعد آقای منیری. بفرم. آقای خلوته شما، خب آقای منیری شما بفرمایید. آقای منیری ببخشید. آره من صدا میام. آقای کلوته بفرمایید. بله، عرض کنم حضورتون جناب گلزار، جلسه قبلی هم که داشتن صحبت میکردی من اون زمان از یوتیوب اینو نگاه کردم، میخواستم این سوالمو بپرسم. جلسه قبلی هم راجبه این متن قانون اساسی که نوشتی من خیلی کنجکاو شدم چطور پیدا کنم. میخواستم یکی این بپرسم چطور اینو سرچش کنم. و دوم که جلسه قبلی در مورد میزان اعتماد تو ایران صحبت شد که درصد این اعتماد تو ایران نسبت مثلا به دانمارک و دانمارک حدود 90 خورده درصد، تو ایران مثلا حساب که حدود 30 خورده درصد این درجه اعتماد اومده پایین. الان این اپوزیسیونایی که هستن یا کسایی که اصلا مخالفت دارن میکنن با نظام، خیلی این شکلش اینجوری گسترده شده که اینا از طرف خود جمهوری اسلامی انتخاب شدن، یه طراحیایی دارن، حتی مثلا امثال مسیح و امید دانا و جوامردی و فردین و شبخیز و خیلی از اینا رو اسنادی رو میشه که مثلا اینا هم از طرف جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. یعنی راجع به اپوزیسیون هم یه سری بی‌اعتمادی هستش. ما این که شما الان تو این جلسه صحبت شد که واقعیت حقوق شهروندی تو ایران اونجوری عملی نیست، یعنی باید یه تغییر کلی بشه و این از نظر من خب کاملا درست، اما چطور گزینه مناسب پیدا کنیم یا چطور اعتماد بکنیم؟ واقعیت این هم اگه یه راهکار بدین خیلی خوبه. این دوتا سوال من، ممنونم، وقتتون زیاد نمیگیرم. والا اون قسمت اول صحبت شما که راجع به درجه اعتماد گفتید صدا خیلی قطع و وصل شد، اصلا متوجه نشدم منظورتون چیه. میگید که یه عده افرادی هستن تو خارج کشور که اینها از طرف این نظام به اصطلاح خرجشون میدن. والا من داده ها و آمار و اطلاعات ندارم، نمیدونم اینها را شما، یعنی آدم میگه که خب عمل کرده اینها، نوع موضع‌گیری اینها در چارچوب ماندگاری این نظامه، پس میگن اینا دارن طرفداری از این نظام میکنن، پس حتما یه حق و حسابی به اینا میرسون. از این که شما فکر کنید یه سازمان امنیت ایران، وزارت امور خارجه ایران بیکار ننشسته. شما در کلاب هاست آدم داره، بزرگترین اتاق ها دست اصلاح طلبان است، 24 ساعت هم هستن، یعنی اصلا آدم تعجب میکنه، خواب نیست، همیشه هستن اینا.
خب یه سری اتاقا رو در اختیار ناست، تونستن یه در جذب کنن، خب میکنن. وقتی هم میرید اونجا، چون من خیلی زمان گذاشتم، میبینید حرفا تکرار، هر که هر چی دلش بخواد، نتیجه هیچی نیست. یه نتیجه گیری بشه از این صحبت ها گفته، حتی روی موضوع اتاق هم نمیمونن. والا میگیریم اشتباه میکنن، ولی از این که این نظام بیکار ننشست هست، بیکار نیست، داره تأثیر میذاره. آیا این افرادی که شما اسپوردی جزو اونا؟ من نمیشناسم. خیلی حرفا گفته میشه اینا، من سندی ندارم که بگم که بر اساس این سند و این حکم هست. یه چیز رو فقط میدونم، وقتی که نظام رضای، میگم محمد رضای پهلوی از بین رفت و انقلاب شد، سفارت ها در خارج کشور لیست دانشجوهایی که براشون فعال میکردن در اومد، یعنی رفتن تو سفارت ها دراش باز شد، رفتن لیست ها رو آوردن بیرون، دیدن ای بابا خیلی از رفقای خودشون اینها برای ساواک کار میکردن. پس این نیست که بگیم که کار میکنن، میان تو انجمنهای مختلف، جاهای مختلف آدم میفرستن، آقای گلزار صداتون قطع شد. همکاری کنم، بعضی هم نمی کنم. آقای گلزار ما صدای شما رو نداریم، اگر که صدای ما رو دارید فکر کنم اگر دوربینتون رو خاموش کنید شاید بهتر بتونید صحبت کنید. فکر کنم آقای گلزار از لحاظ اینترنت به مشکل خوردن و از اتاق خارج شدن. آقای منیری عزیز اگر اجازه میدید سوالتون رو نگه دارید برای جلسه بعد، چون که ما قرار شده که آره خانم بیژنده شاید اشاره میکنم بهشون، قرار شده که در خصوص حقوق شهروندی ما سلسله برنامه داشته باشیم و ماهیانه در جلسات کمیته پژوهش به این مهم بپردازیم و در مورد موضوعات مختلف حقوق شهروندی، این رو جهت اطلاع دوستان عرض کنم، هر ماه حالا صحبت کنیم، حتی اگر امکانش باشه شاید هر ماهی دو بار این کار رو انجام بدیم. به هر حال ممنونم از شما و من با توجه به اینکه آقای گلزار هم از اتاق خارج شدن فکر میکنم که اگر دوستان دیگه کسی میخواد اظهار نظر کنه دستشون رو بالا بگیرن، اگر نه که ما جلسه رو به اتمام برسونیم و بعد در جلسه به بعد دیگه در خدمتتون باشیم. آیا کسی صحبتی داره در این باره؟ آقای کلوته بفرمایید، فقط خواهش کنم کوتاه. سپاسگزارم. من حفظ شد چون گذار رفتن این سوالم بدون جواب موند. یه سوال دیگه هم پرسیدم در مورد متن قانون اساسی که چون گذار نوشتن، میخواستم اینم شما اطلاع دارین چطور سرچ کنم بابت این متن؟ ببینید این قانون اساسی هنوز انتشار داده نشده جایی، ولی خب میتونیم بپرسیم از خود آقای گذار و بعدا دوستان رو در اطلاع قرار بدیم، یا اگه لینکی باشه یا هر چیزی همون میخواستم تو جلسه های دیگه مثلا این حقوق شهروندی که میخواییم صحبت کنیم، گفتم روی اینا هم یه بررسی انجام بدیم که از اون هم استفاده کنیم. سپاس گذارم. خانم بیژنده فرمایید. سپاس جناب پرویزی. من خواستم فقط بگم که اگر پیج اینستاگرام آقای گلزار رو دوستان بتونن فالو کنن و داشته باشن، من چند بار دیدم، یعنی برنامه‌ای داشتن که راجبش صحبت کرد، احتمال داره که لینکی اونجا قرار داده باشن که بتونید مطالعه کنید. ممنونم از شما، بسیار عالی. من با اجازه شما جلسه رو به اتمام میرسونم. امروز با موضوع آیا اینکه حقوق شهروندی عملی شدنش در جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر هست یا نه صحبت شد. خب در مورد موارد مختلفی از این موضوع برداخته شد، یکی اینکه خب
یک مروری بر چند تا از موارد حقوق شهروندی که سال 95 تصویب شد و نوشته شد و در اختیار عموم قرار گرفت داده شد و اینکه در خصوص قانون اساسی قبل از اصلاحات و همون اختیاراتی که به ولایت فقیه داده شد و اینکه بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد و اختیاراتی که در به ولایت فقیه داده شد در مورد این موضوعات صحبت شد و اینکه خب اینکه آیا با توجه به تفکرات برخی از افراد حالا اپوزیسیون ها و احزابی که وجود داره آیا اصلاحات امکان پذیر هست یا نه، این مواردی بود که امروز بهش پرداختیم و اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم در ماه آینده و در جلسه بعدی حالا در خصوص الزامات حقوق شهروندی و اینکه چه تأثیراتی داره و اینکه چطوری که حقوق شهروندی درست و مطلوب باشه که اینو حالا بعداً در اختیار در فراخوان‌ها قید می‌کنیم. نکته‌ای که هست فقط می‌خواستم که اول تشکر کنم از تمامی دوستانی که در این جلسه حضور داشتن و همچنین تشکر ویژه کنم از دوستانی که زحمت کشیدن در این جلسه ما رو یاری کردن، در قسمت منشی جلسه خانم سمانه بیرجندی و ضبط صدا و تدوین خانم بیرجندی و آقای منیری عزیز و همچنین ادمین ها آقای حمزه‌زاده، خانم ایراندخت کیا و آقای فرشاد تقی‌زاده که ما رو یاری کردن. ممنونم از همه شما و حضور شما. تا برنامه دیگر روز و روزگارتون خوش.